شنوندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. همین اول برنامه خدمتتون بگم که سرمای بسیار شدیدی خوردم، شاید هم علائم آلرژی باشه، چون بهار و توی ویرجینیا و بارون و نمیدونم این درخت ها و اینا واقعا ناگفتنی است. و اما ماجرای ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد در نشست وین و صحبت‌های وین. یه روز قهر می‌کنن، دوباره برمیگردن. و لطف کنید سابسکرایب بشید، این چیز رو هم اضافه کردیم، هم سابسکرایب رو بزنید هم زنگوله رو بزنید. نمیدونم چرا رنگش یکم کم رنگ میشه وقتی میایم رو اون، اب نداره، شاید برای که دو تا فیلم رو داره رو هم نشون میده. امروز هفتم ماه می سال 2021 میلادیه، برابر با 17 اردیبهشت ماه 1400. آقای پتیک گفت آقا تبلیغ من رو نشون نده. گفتم برای چی؟ گفت بابا من این ایرانی ها رو شناختم. گفتیم چشم، اینجا همین اول نوشته بودم تبلیغ پتیک، حالا خطش میزنم. و من سالها پیش گفتم توی سیستم تلویزیونای ایرانی ما باید به فروشنده ها، به کاسب کارا اینا زنگ بزنیم بگیم اگه به ما پول بدین تبلیغتون رو نشون نمیدیم، ولی اگه پول ندین ما تبلیغتون رو نشون میدیم. چون وقتی تبلیغ یه نفر رو نشون میدی بلا فاصله بهش زنگ میزنن، مزاحمش میشن، حتی تهدیدش میکنن. و خیلی متاسفم از ملتی که اینقدر ادعای فرهنگ داره، اینجوری بی فرهنگیم و خود خبر نداریم. و اما راجع به بی فرهنگ بودن، این کلاب هاوس من قبلا هم راجع بهش صحبت کردم. دوستان اگه عضو نیستید به نظر من عضو نشید. حالا طرف میگه خب پس آقا مرض داری راجع بهش صحبت میکنی. یه برنامه الان اپش فقط روی تلفن های اپل هست، ولی یه کسایی رفتن گذاشتنش رو اندروید، اونا اوریجینال نیستن. خود این صاحب کلاب هاوس گفته یه مدت دیگه برای اونم درست میکنیم، ولی من کلن میخوام بهتون بگم که اصلا سراغش نرین، چون یک چند هفته اول معتادش میشین. سلام آقای زمانیان، پیام شما رو پخش میکنم، خیلی ممنون. و بعد میبینید که چه دیوان خانه یه این یکی دیگه. اولا هر اتاقی که شما میری نصفشون دکترن، نصفشون ژورنالیست. و جالب اینه که شما از این اتاق برو تو اون اتاق، اونم میره، برو تو اون اتاق، اونم میره، یعنی همه بیکارن. حالا خب میدونم طرف میگه آقا همون روزی که تو بیکار بودی اونم بیکار بودن، ولی از حرفاشون هم که آقا میگه دیشب که بودیم تا صبح اینجا بودیم، پریروز یادت بودیم تا فلان اینجا، اصلا شما از خودت میپرسی اینا چیان، کیان، چه جوری همینجوری وقتشون اونجا میذارن. و هست دیگه، حالا مثلا نگاه کنید افتتاحیه فشن آکادمی با استاد رحیم شهریاری. خانم اختر یه سریشون هم استادن، پس شد یه سری دکتر دیگه، مهندس هم نداره، مهندس دیگه رفته بیرون، شد دکتر، ژورنالیست و یه سری هم استادن. استاد استاد، قربونت برم استاد، آقای دکتر شما بیا بالا، شما رو بالا آوردم. وقتی اینا میگن من شما رو بالا آوردم من خندم میگیره. اون وقتا به استفراغ کردن میگفتن طرف حالش بد شده بالا آورده. و واقعا این کلاب هاوس درست حرف همینه. افتتاحیه فشن آکادمی، نهار سواحل غربی، سواحل غربی کجا؟ تازه ترین خبرها از وین و تحلیل مسیر مذاکرات، مثلا 977 نفر اینجا هستن، 0 تا 100 مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان، 87 نفر اینجا هستن، بهشت، صحبت یاران همدم است، 26 نفر اینجا هستن، چی میشه تو رابطه با یا ازدواج خیانت به وجود میاد، اینجا راست بگو، 370 نفر هستن. حالا میزنی؟ ببین فوش و فضیحت گوش کن اینا. من ریجکتی گرجستانم و یورو باید قیافت خوشم پاسم رو گیره. خب ببین شاید سپولیس شاره، حالا بعضی جا هم تا میری میگه شما هم بیا جز به صحبت مثلا اسپیکرها بشه، بذار خاموشش کنم، جز به سخنگوها بشه.
آقا منی که اومدم اینجا گوش بدم، چرا منو میبرید بالا؟ به قول خودتون بالا میارید، بعد بیام چی بگم؟ بعد همه میرن اون بالا میکروفونا رو روشن میکنن، با هم حرف میزنن، دعوا میکنن، اون وقت برید اتاقایی رو که جمهوری اسلامی درست میکنه، مرتب منظم یک کسی میاد صحبت میکنه، اولا یه دقیقه دو دقیقه بیشتر نمیذاره صحبت کنه، خیلی قوانینشون رو اجرا میکنن. اون وقت اینا هم نمیدونم اون فلان خواننده که خودش تو زندگیش یه آدم بازنده است، حالا شده سرمشق اینا. خلاصه دیروز با خانم اختر خانم از آلمان ایشون هستن، کلکل فیسبوکی داشتیم، یا دیگه آدم یادشم نیست کجا بوده با کی حرف زده، توییتر بود. بعد گفتم من فردا اینجوری صحبت با درباره کلاب هاوس میخوام صحبت کنم، گفت خیلی ممنون. اینا صحبت از توییتر شد. دوستان خانم شیوا محبوبی که خیلی فعالیت میکنه، واقعا من به نوبه خودم ازشون ممنونم، ولی این دوستان باید یه جای قبول کنن کارشون اشکال داره. وقتی شما قبول کنی کارت اشکال داره و اشکالها رو برطرف میکنی. چند روز پیش نوشته بودن طوفان توییتری چهارشنبه مثلا فلان ساعت فلان جا، من گفتم من بلد نیستم این توییتر و اینا یعنی چی، طوفان اینا یعنی چی، و اگه قرار ری توییت کنیم چرا دیگه حالا از حالا با وایسیم تا چهارشنبه، خب همین الان بزنیم. ایشون جواب داده بود نه اونجوری یه دفعه همه میان. خود من چهارشنبه تو جاده بودم اصلا یادم رفت. امروز براشون نوشتم خب حالا نتیجه چهارشنبه رو به من بگید ببینیم این کاری که کردید چه نتیجه داده، چند نفر اومدن، چند نفر ری توییت کردن، به دست کیا رسیده، کیا چه عکس العملی انجام دادن. فعلا جوابی نشنیدم. امروز میگن صدا کمی ضعیف است، اجازه بدین من این صدا هم، نکنه آقا تو هم گوشت دیگه چیز شده، ببینم لول بابا درست میگه بنده خدا. باورت میشه تو برنامه قبلی صدا رو 95 بوده، حالا خودش بردتش رو 5، بدونی که ما میکروفون خاموش کرده باشیم، بدونی که ما میکروفون جدا کرده باشیم. الان چی آقای شیخی عزیز؟ خیلی ممنون که خبر دادید. این آقای زمانیان سیستمای خیلی خوبی داره، حتی توی یکی از پیاماش میگه 3-4 تا لپتاپ داره، احتمالاً اون هر کدومش صداش کم بود با یکی دیگه صدای بهتر و بیشتری رو میگیره. اتفاقا من گفتم بذارید برنامه رو نگاه کنم، رفتم اونجا زدم دیدم صدا نمیاد، حالا بذارید حالا که شما اینجا هستید و لطف دارید من این مردم تیوی رو نگاه کنم ببینم صدا چگونه است. اینجا نگاه کنیم ببینیم تصویر، میگه که مردم تیوی، بله ببینیم صداش چه است. بله ببینیم صداش چه است. بسیار عالی. بعد همینجا رو تویچ هم شما میتونی بری که صفحه بزرگتر میشه، صدارم دوباره اینجا میشه، صدارم دوباره اینجا صدایی ضعیف تازه. نه آقا چرا خجالت بکشی دشمن. نه آقا چرا خجالت بکشی. ببینید تأخیرم داریم. خب درست شد ممنونم آقا. اتفاقا من همین الان داشتم راجع به آقای با خانم شیوا محبوبی صحبت میکردم که ما باید دوستیامون انقدر قوی باشه که انتظار داشته باشیم دوستامون بدون خجالت کشیدن بدون تعارف اشکالاتونو بگن. من به خانم شیوا محبوبی میگم خب خانم شما زحمت کشیدی اینو نوشتی، چه اشکالی داره ما از همین امروز اینو پخش کنیم؟ اینا که خودشون برات شماره نگه میدارن. سوربی بزنه مینسه 1، آقای زمانیان بزنه مینسه 2، آقای شیخی بزنه میذاره 3. چرا من با آقای زمانیان بگم شما برو چهارشنبه فلان ساعت بیا؟ بابا مردم کار دارن، زندگی دارن، حالا نمیخوام بگیم هزار بدبختی دارن، ولی من نمیفهمم واقعا شماها چرا این کار انجام میدی و این کار رو چرا بعد از اشتباه دوباره تکرار میکنی. در صورت اینم از این. خب میگه که به شرطی که شما زود واکنش تون نشون ندی. شیخی حرفش هم میزنه ها، میگه که یعنی تقصیر خودته،
چون واکنش تون نشون دادی گاهی اوقات دوستان هم حتی هزیتیت به انگلیسی، به فارسی میشه خودداری میکنن که یه چیزی بگن بعد من بگم آقا اول برو گوشتو امتحان کن، اول دستگاه کهنتو برو امتحان کن فلان اینا. اینه دیگه، من میگم آقا با دوچرخه میزدیم به یه پیرزن بدبختی، به یه پیرمرد بدبختی، به جایی که بگیم پدر جون من ازت عذر میخوام، مثلا طوری نشده، همه چی اوکی فلانه، وای میسادیم فوشش میدادیم، میگفتیم مگه کوری، اونم به همه داشت فوشمون میداد، میزدمون اونم فوش میداد. از کی ما باید یاد میگرفتیم؟ از پدرمون، پدر بزرگمون. اونا چی بودن؟ نگو و نپرس. خب خیلی ممنون، چشم. حالا صدا خوب شد دیگه، بریم برنامه رو ادامه بدیم. شما نظرتون راجع به این نشست های وین چیه؟ یه روزی نوار ظریف میاد بیرون، میگن اینا رفتن اون بره حیات، یکشون این بره خیابون هتل داره، یکشون اون بره رفتن، حالا دیگه میگفتن نمیان. ولی امروز بایدن گفته بود من حقیقتش متوجه نمیشم که ایرانیان نظرشون چیه، اینقدر این آخونده بازی میکنن با دنیا، واقعا دنیا رو گیج کردن. البته اصل سیاست همینه، شما نگاه که اسرائیل این همه ادعا میکنه ما بهترین دموکراسی رو تو خاورمیانه داریم، دوستان 4 بار تا حالا انتخابات انجام دادن، تا امروز نتونستن دولت تشکیل بدن، میگن امکان داره انتخابات پنجم هم انجام بشه. حالا اگر کشور من و تو ایرانی تو ایران انتخابات انجام نمیشد، میگفتن بار دوم، ما خودمون چی میگفتیم؟ میگفتیم آقا یا آخوندا نمیدونم نمیتونن تنبونشون رو بکشن بالا، میخوان انتخابات را بندازن. 4 بار در اسرائیل انتخابات انجام شده، به نتیجه نرسیده، دولت دولت تشکیل نشده، ممکنه به بار پنجم بکشه. اینم از این. خب پتیک خطت زدم ولی با دلشکستگی. کلاب هاوس رو گفتم، واقعا دیوونه خونه است. بعد ما هی میگفتیم نسل جدید میاد، نسل جدید میاد، آقا چه تعارفای علکی، سروری، استادی، فدات شم، فلان شم، دولات شم، راستت بشم، آقا ولمون کنید تو رو خدا. اون وقت خانما، دختر خانم، اهل سلام، من حالا هر کی، سقیره هستم، نمیدونم، رقیه هستم، اهل سلام، لوس حرف میزنن. یادمه وقتی من رفتم آلمان، آقای صدیقی که سالها زودتر از ما اونجا بود، گفت آقای سوربی آلمانی ها خیلی لوس لوسی حرف میزنن، همچین وقتی شما خداحافظی میکنی میگه آفیت سین، تا اون ته هنوز داره شما صداشو میشنوی. اینم از این. ممنون و متشکرم دوستان. من توی برنامه ها معمولا یه فیلمی که دیده باشم برای شما هم میگم، اون فیلم رو من دیدم، معمولا نظرم رو نمیگم تا شما هم برید نگاه کنید، اول شما نظرتون رو بگید، من بعد نظرم رو میگم. برید این فیلم رو واقعا ببینید، اسمش هست بهت. دیدید میگه ماتم برده بود، بهتم زده بود، بهت. اگه بتونم لینکشم، یا بچه‌ها دوستان اینجا باشن، وقتی سعید نیست ما از لحاظ لینک لنگیم، ولی آقای زمانی و دوستان دیگه هم این کار رو خوب انجام میدن، ممنونم. آقای زمانی تا من میرم پیام شما رو پخش کنم، شما بگرد این فیلم ایرانی بهت رو بذارید، داستان بسیار جالبی داره، داستان امروز ایرانه که بعضی وقتا میدونید ما خیلی و خیلی وقتا میگیم زن و مرد باید مساوی باشه، بعضی وقتا متوجه میشیم، مثلا توی اتاق کلاب هاوس بودم، احمق طرف میگه حالا یه مرد بیاد یه زن، یکی اومد گفت آقا اگه اینجا 4 تا زن 400 تا مرد، خب شما میگید یه مرد بیاد یه زن، دارید به مردها اجحاف میکنید. آخه دیگه از این میدونیم ما از این وری میریم از پشت بون میفتیم، میگن از هولینگ، از ترس این که از بون نیفته پایین، پشت بون نیفته، اینقدر عقب عقب میری که از پشت بون میفته پایین. خب سلام آقای سوری، سلام، خیلی ممنون. دوستان اگه کسی میتونه روی یوتیوب فیلم بهت رو، شاید خودم بذارم، بابا ما که دیگه عادت کردیم همه کارا رو، میدونید که میگن به یک آدم فقیری گفتن آقا این پسرت چقدر شکل خودته، گفت ما فقیر بیچاره ها همه کارامون رو خودمون انجام میدیم، اینجور نیست که مثلا مثل شاه پسرش شکل فلان گوینده رادیو تلویزیون باشه، نمیدونم. خب بذارید ببینیم بهت، بگم فیلم سینمایی فارسی مووی، اوکی ببینم میاد نمیاد، آره اینه
فیلم جالبیه، 5 روز پیش گذاشتن اینا. البته میدونی وقتی میگه 5 روز پیش معنیش این نیست که به اصطلاح 5 روز این فیلم رو گذاشتن، یکی میینه 3 سال پیش، ولی فیلم جدیده، از اون تصویر چیشو اینا معلومه. 1 ساعت و 23 دقیقه هست و من الان لینکشو برای شما میذارم اینجا. شاید هم دوستان گذاشتن، نه نگذاشتن. خب خانم انصاری همشهری خوب ما، چه عکسای زیبایی شما روی فیسبوکتون دارید، خیلی قشنگ و خیلی متین. به خانم هم میگن متین دیگه، نه؟ خب خیلی خوشحالم که شما اینجا هستید. منو یاد اون آقای قرار شد، من قرار شد پیام آقای زمانیان رو بذارم، بعد بریم راجب چی بود، جکنابی بود، یعنی چی جکنابی من نمیفهمه یعنی چی. خب آقا من اصلا برنامه های ایرانی اینا رو که گوش میکنم میبینم ما باید اگه رفتیم هم ایران یه زمانی یه چند مدت بریم کلاس فارسی، فارسی قرن 21 ایرانی رو یاد بگیریم. و اما مثلا به تیپ زدن یا فشن یا مود یا تم میگن تریپ بزنیم. آقا تریپ یعنی مسافرت، یعنی سفر، یعنی نمیدونم. من میگه تریپ خوبی زدم، حالا جک نابی شدن من نمیدونم. خب آقای زمانیان پیام گذاشتن، با هم گوش بدیم ببینم که بله اینجا هستن. و آقای زمانیان خیلی به این ظریف بیچاره شما حمله میکنی، بیاد اون روزی که معلوم بشه این نوار ظریف و اینها رو هم خود آخوندا اینجوری بازی دادن، دنیا رو بازی دادن، اینترنشنال ایران اینترنشنال رو و بازی دادن آمریکا و اسرائیل رو. بشنویم با هم آقای زمانیان رو. آقای سوزی امروز روز جمعه است، خیلی خوشحالم که برنامه رو می‌بینم. به یاد اون آقای افتاده بودم که گفتش که این لایک نمی‌کنم، نمی‌دونم اشتراک نمی‌ذاره. من حیفم میادش که 3 تا تبلت دارم، بعد بله پیامشون قطع شد. 3 تا تبلت میرم توی یوتیوب، دو یه زنه تبلت ها لایک نمی کنه ولی بیننده رو اضافه می کنه، با دو تاش لایک کنم. و خیلی تأسف میخورم از این که چطور یه زنه تلویزیون به این خوبی که من عاشق تلویزیون شما هستم نگاه میکنم میبینم بینندهش 1000 خورده. تأسف بخورم واقعا که چطور ما انقدر ملت ناسپاسی هستیم، از همینجا معلوم میشه. خیلی ممنون، خدافظ. من ممنونم از شما. اجازه بدیم براتون بگم که ایشون نوشته جوک نابی بود. جوک هم خب بعض وقتا وابشن نمیسن، من بابتونم بخونم، ببخشید درست نوشته بودید، اما اولی هم من باب میتونستم بفهمم. بعد ببین آقای زمانیان، اینجا شما کارداشیان رو میشناسی که روکونش شامپاین میذاره، روکونش گیلاس میذاره، از بالا شامپاین میریزه. برید عکسشو نگاه کنید. کارداشیان میلیون ها نفر میرن ویدیوشو نگاه میکنن، ولی آقای نوام چامسکی که بهش نوم چامسکی میگن هیچ وقت وقتی برنامه داره به اون بیننده اونجوری نمیاد. اینا رو بله واقعا باید آدم تأسف بخوره. ولی حالا یه صحبت دیگه همراهش میاد. شما اولا روی یوتیوب ما خوب حالا 1000 تا 1100 تا میبینیم، خیلی خوبه، 200 تا 300 تا بود. ولی از خودش آدم سوال میکنه خب همین 1100 نفری که اینو دیدن برای من یا برای تلویزیون مردم چه کار کردن که حالا فکر کنم میشه میلیون. البته شانسش اینه که اگه شد میلیون ممکنه یکی از اون نمیدونم 999 هزار تای دیگه یک کاری انجام بدن که تا امروز کسی انجام نداده. یه دوستی بعد از برنامه اون روز اون هفته به من زنگ زد، گفت این آقا سعید، حالا گذاشته بودم وقتی خودش بیاد صحبت کنم، آقا سعید دوست شما خیلی کم لطفی کرد اون روز که آمد گفت در 10 ثانیه اگر کسی حمایت کنه من هم به همون اندازه حمایت میکنم. اولا اونایی که این کارو میکنن تو آمریکا بود طرف، اونایی که این کارو میکنن از قبل آمادگی دارن، با هم برنامه گذاشتن، بعدم میگه مثلا از اول برنامه تا آخر برنامه بعدم به مردم میگه. حالا ما تصور کنیم آقای شیخی
آقا سعید آمده گفته من میخوام تو 10 ثانیه هر کی کمک کرد منم مچ کنم. آقای شیخی میخواد کمک کنه، اصلا نمیدونه از کجا کمک کنه. گیرم که کمک کرد، رفت روی پیپل کمک کرد، اصلا به من خبر نمیده. پیپل قبلا وقتی یه نفر $10، $100، $20 میفرستاد، یه ایمیل برای گیرنده میفرستاد که شما $100 از آقای فلانی گرفتی، ما این پولو فعلا نگه داشتیم، داریم تو پروسه هست، پروسسه، بعد بهت میدیم. الان اونم نمیگن، امیدشون اینه که اون بنده خدا بگه خب من که پول فرستادم، این سربی هم نفهمه کسی پول فرستاده، اون وسط اونا بخورنش. آقا ما اگه قدیما یه ملا داشتیم میگفتن ملا خور شد، الان همه ملا هستن، بانک ملاست، نمیدونم شهربانی ملاست، دولت ملا، همه ملا هستن، همه ملای مفتخور شدن، میخوان یه جوری از بر شما یا بدوزن یا ببرن یا هرچی که شما بگی بکنن و ببرن. اینم از این. روز پنجم ماه می بیرون بودم، سر کار بودم، دوستان شیرازی منو دعوت کردن در یک اتاقی به نام روز شیراز مبارک باد و چیتو شد که ایتو شد. حتما این آهنگ چیتو شد که ایتو شد رو با جوکای مختلف شما بارها شنیدی. رفتیم تو اون اتاق، سلام علیک کردیم و اینا، ممنونم، ولی اون روز بود من فهمیدم روزی به نام شیراز هم هست. آقای شیخی میگه پیپل داخل کشور قطع هست، اینم از همون نتایج تحریم ها هست و اینها. البته راه های دیگه هست. باز ببینید این کارهایی که ترامپ و اینا کردن، اگر آقای شیخی میخواست $2 بفرسته برای تلویزیون مردم، من و شما رو به درد سر انداختن، ولی اون بچه آخونده، اون هم دونم آرش اعتیاداله، دوباره چیز نگه آقا آرش سپانی نیست، چی ساشا سپانیه یا هم چیزی، چون آرش سپانی هم داریم، هم خواننده هست هم رپ، میگم اینا فامیل ما هم هستن. اینا رو اذیت میکنه، مردم رو اذیت میکنه. این ترامپ هی میگن دشمن ایرانی هست، واقعا درست میگن، دشمن آخونده نبود، چون با آخونده همون موقع هم داشت صحبت میکرد، معامله میکردن، میرفت میمد، این برور بود. دشمن ایرانیان چرا؟ من نمیدونم. در برنامه قبلی هم اتفاقا آقای علیرضا نصراللهی گفت من نمیدونم ایرانی ها به این چی کار کردن تو نیویورک، جایی که این اینقدر دشمنیت داره با ایرانی ها. آقای فاتحی هم اینجا هستم، من سلام میکنم خدمتتون، خیلی ممنون. دوستان حتما فیلم بهت رو ببینید، ببینید شما هم بهت زده میشید، بعد ببینید که طبقه باسواد و پولدار، از اون طرف طبقه بدبخت و بیچاره، نمیخوام بگم بی سواد و بیچاره، چون خیلی ها سواد دارن بیچاره هستن، ولی ببینید طبقه باسواد و پولدار طبقه بیچاره رو چجوری مورد سوء استفاده قرار میده. و داستان فیلم داستان بسیار جالبی هست، یه مقداری هم ناراحت کننده و غمگینه، مواظب باشید. هر دو تصمیم های غلط، هم این طرف هم اون طرف. اگرم فیلمو دیدید دوست داشتید، بعدن با این شماره تلفن افکت 3 اینجا، با این شماره تلفن پیام بذارید یا از طریق فیسبوک، فیسبوک مجانیه، این شماره تلفن شما باید کارت تلفن داشته باشید اینها، ولی فیسبوک مجانیه دیگه، از بس هم واتساپ و فیسبوک و اینستاگرام و اینها مجانی به مردم چی دادن، اگه یه روزی به یکی بگی آقا ما والا پول میدادیم تا صحبت کنیم، میگه شما دیوانه بودید. همونجوری که ما میگیم آقا من برادرم و برادر بزرگترم ستامون به فاصله دو سال اون مثلا کلاس دهم، اون کلاس 12 بود، من کلاس یکی دهم بود، من 8 بودم، باید شهریه میدادیم میرفتیم دبیرستان، طرف میگه آقا این سربی دروغ میگه. من میگم آخه اگه شهریه نمیدادیم پس این کلمه شهریه از کجا اومده؟ بعدم خیلی ها دیگه اومدن گفتن بله شهریه میدادیم. و جالب بود، دبستان مجانی بود، خوب بود، دبیرستان باید شهریه میدادن. خیلی ها میگن ما شهریه ندادیم، کجا بودن من نمیدونم، چرا از مای فقیر و بیچاره جنوب شهر شیراز، آقای مهدیار، آقای مصباحی، دیگه کی بود ناظمون، اینا پول میگرفتن. که خود من یه دلیلی که رفتم هنرستان به غیر از اینکه علاقه داشتم به کارهای فنی، واقعا این بود که مادر بیچارمون التماس نکنه به اینا که آقا من 3 تا شهریه باید بدم. من رفتم که بلکه اونجا میدونستم که هنرستان شهریه نمیگیره. اینم از
میگه شهرام همایون با 500 هزار دلار ایران را آزاد میکنن. آی گفتی آقا شهرام همایون دید آقا این پیدایش کلاب هاوس، این پیدایش استریمینگ، پیدایش تلویزیون های اینجوری و اینا کار اینا رو کساد کرده، گفت من یه بار میام تا میگم تا جمعه 500 هزار دلار بدید چنین و چنان، اگه ندادن این فکر کنم میخواد ساتلایت متلایت رو تعطیل کنه با کمک این رکسانای عقب افتاده گنجی و چند تا بچه بدبخت که حقوق نمیگیرن بیاد همین یه تلویزیونی. خب آقای همایون سوربی با این عقل ناقصش سال 2003 این کار کرد، سال 2003 فهمید خب من چرا بیام التماس کنم به زمانیان، التماس کنم با آقای فاتحی، التماس کنم با آقای شیخی، تو 2 دلار بده، تو 5 دلار بده، تو 10 دلار بده، برم 30,000 تا که شد بدم دست. من یه مجلس ختمی بودم تو کالیفرنیا، این آقای فرزان دلجو اول پرسی کردیم اینا، گفتم چطور اوضاع بیزینس و اینا چطوره، گفت نه آقا تو از همه ما زرنگتری. سال 2004 بود، اولین سالی بود که من تلویزیون اینترنتی رو باز کردم. گفت آقا ما از اول ما تا آخر ما جدایی میکنیم، 1 دلار 5 دلار جمع میکنیم، آخر ما 30,000 دلار میریم میدیم به دوستان یهودی صاحب این تلویزیون های ستلایتی، ماهواره های ستلایتی. خب میگه من بیشتر راه ها رفتم برای کمک نشد، شنیدم میشه با شماره تلفن آمریکا و کارت پول خارجی میشود، این به کلی این یکی رو هم امتحان نکردم. والا نمیدونم، خیلی هست، ونمو هست، فیسبوک الان یه چیزی آورده، فیسبوک مانی و چیزای دیگه. میگم خیلی ها الان دلار اون ارزهای دیجیتالی، البته اونا که الان قیمت 50,000 دلار اینا که ما نمیتونیم حتی نزدیکش بریم و من نمیخوامم، چون باور دارم اونم یه بازی زشتی بود که کی کجا شروع شد و چرا این کاری کردن من نمیدونم. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای فرزاد نیساری هستیم، از شما هم خواهش میکنم بیاین، چون دوستش میداریم و دوستش هستیم، ایراد بگیرید، ایرادهای درست حسابی. مثلا من یه فیلمی رو ایشون برام فرستاد که کاروان نمیدونم مخالفین ایران دارن میرن ایران که تهران رو تسخیر کنن. اولا همه اینا با وجودی که شیرازی و لور و بختیاری و قشقایی هستن، همه ایران رو تهرون میدونن، احتمالا تهرون رو هم شمرون میدونن و الی آخر. اشتباهه. این یک. دوم اون آقای آبتین که با آب و تاب صحبت میکنه، اولا چرا اینا هی به هم خان 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 میگن؟ خب اینم چه فرقی داره با اون دکتر دکتر دکتر؟ چه فرقی داره با تیمسار تیمسار تیمسار؟ چه فرقی داره با شازده آقازاده فلان؟ نکنید این کارو، سعی کنید با هم مساوی باشید، برابر باشید. بگو دوستم آقای نیساری، حالا نمیخوام بگیم برادر و فلان که اونم یه چیز مال جمهوری اسلامی رو تو مغزها حاضر میکنه، برادر و خواهر. آقا به من نگو برادر، به من میگی برادر ولی خواهرمون هم فلان میکنی. بگذاریم، دستم ممنونم آقای شیخی، همین که لطف کردید. و اگر اتفاقا با یه شرکتی پینک پی فکر کنم، یه خانم آذرخانومی هست توی کلاب هاوس آشنا شدم، گفت که یه اکانت باز کنید، اونایی که ایران هستن بگید اینجا پول بریزید. من گفتم والا من فقط میخوام مردم یاد بگیرن از مفتخوری بیان بیرون، عادت کنن که من حالا که اومدم اینجا نشستم، اگه این درست حرف میزنه من بیشتر تقویتش کنم. چجوری تقویتش کنم؟ من 2,000 بدم، اون 2,000 تومان بده، اون 1,000,000 تومان بده. آقا همین عقب افتاده امیر تتلو، حالا حتما طرفدار اینجا فکر کنم نداره، اگه داشته باشه میاد فوشون میده. آقا یه دفعه میاد 200,000,000 تومان جمع میکنه، چی کار میکنه؟ سر صورت چه خال زده این کسی که حتی مادر خودش میگه نمیدونم مادرش، آدم حرف بزنه یه چیزی نزنه یه چیزی. در اصل ممنونم آقا، راهشو پیدا کن. طوفان توییتری رو گفتم و آیا شما هم فکر میکنید مثل من خانم شیوا محبوبی و دیگران اشتباه میکنن که فلان روز رو فلان ساعت رو معین میکنن برای طوفان توییتری؟ خب بزنید از همین الان، ببخشید نمیخوام بگم از همین الان بزنید جونتون بالا بیاد. خب در اصل من فکر کنم اینجوری. بله دوست ما آقای پتیک برای من نوشته بود که یکی از فامیلامون بخواد بیاد مریلند و ایشون آمریکاییه ولی دوست داره خانوادهش رو ببره چلو کبابی ایرانی، کجا ببریم؟ گفتم والا من مریلند خبر ندارم، من یه دفعه یکتا رفتم تو مریلند ولی میدونم مریلند حتی بیشتر از اینجا
فروشگاه و رستوران ایرانی داره و این روزا اونایی که جوون هستن اصلا دیگه احتیاج نیست من به دوستم بگم با فرستادم برای دوستان، برای 12 نفر که فرستادم و هنوز جواب ندادم که کجا اینا. ولی یه رستورانی جدید باز شده به نام رومی در واشنگتن بتیکچان، اگه خواستن برن بگو رومی، خود من تا حالا نرفتم ولی تعریفش رو خیلی شنیدم. از اونایی هم هست که از قبل باید جا رزرو کنی. خود من میخوام اگه میخوام برم یه روزی برم که ویکند نباشه. تعریف رومی رو شنیدم، یکتا هست، ساسان هست و این روزا از روی یلپ میتونن پیدا کنن. و دوستای مریلندی من گفتم تو اون 12 نفری که یک کلوب داریم 4 تاشون مریلند زندگی میکنن ولی حتی یکیشون به اصطلاح جواب نداده. جالب اینجاست که وقتی آقای لادن لوت کرد و چند تا از این کتابای خودشون رو دادن به ما که ما توی تلویزیون مردم بذاریم، شما دوستان بخرید حمایت کنید تلویزیون مردم رو، ما دیدیم که بدیم به دوستامون نظرشون رو بخوایم بهتره. کتابا رو مجانی به دوستانمون دادیم، گفتیم نظرتونم بفرمایید. اونم پتیک عزیز حتی یه نفر جواب نداد. یعنی شما ناراحت نباش که آگهی تو که ما میذاریم یا طرف از استرالیا مزاحمت میشه یا احتمالا کسای دیگه مزاحمت شدن. اصلا جامعه ما نمیخوام بگم داره رو به چی میگن وقتی از بین میره معدوم میشه چی میشه، یه کلمه دیگه هست، ولی واقعا یه جای خطرناکی قرار گرفتیم. اینم از این بازار دلار و طلا و ارز. ما باید خوشحال باشیم دوستان یا عصبانی باشیم؟ همین الان نرخ ارز و دلار و اینا چیه؟ تا دیروز اینا مثل که رو 22 اینها بود. بذارید من یه سایتی هست توی کانادا اینا رو می‌نویسه، یه نگاهی کنیم ببینیم که نرخ ارز و دلار و این چیزها کجا هست و کجا هست. خب اینا هر دفعه جا به جاش میکنن. دیدم که خیلی ها ناراحتن که دلار ارزون شده و یک خانومی هم با جیغ و ویغ و آب و تاب توضیح میداد که مردم خب چه کار کنن، رفتن دلار خریدن که یه ممر درآمدی باشه. شما دوستان به من نشون بدید کجای دنیا یکی میره دلار میخره میفروشه که امور زندگیش بگذره. حالا طلا باز بگی یه چیزی، خیلی ها اصلا طلا میخرن میذارن، ولی دلار بخری روزانه هی بفروشی معامله کنی. الان گویا دلار شده 21850 تومان، میخرن از شما 21950. آقای شیخی میگه رو به انحطاط، درست میفهمم؟ بله رو به انحطاط، جامعه ایرانی رو به انحطاط. یکی به وسیله این مهاجرتایی که انجام شد، مهاجرت خیلی خوبه ولی به این بیرویهی همه جای دنیا ایرانی رفته و دیگه کسی هم بر نمیگرده و کسی هم خوشش نمیاد اونجا، اینو همون میشه بگی منحط داره میشه، نسل ایرانی و جامعه ایرانی داره منحط میشه. البته یک کلاسی باز توی کلاب هاوس گذاشته بودن توضیح میدادن که آیا جامعه داره از بین میره یا هر جامعه زندهی این چیزا رو داره. سرمایه بدی خوردم، باورش نمیشه که یه دفعه اینجوری یه ویروس، سرماخوردگی هم ویروسه، یه ویروس کوچولوی اینجوری آدم رو داغون کنه. خب دلار از میگفتن میشه 30 تومن و تا آخر سال 40 تومن و 25-26 گویا بوده، حالا اومده رو 21850. من و شما به عنوان ایرانی باید ناراحت باشیم یا خوشحال باشیم؟ اگه باید خوشحال باشیم، اینایی که ناراحتن کیان؟ چرا ناراحتن؟ البته طرف توضیح میداد میگه آقا اون دلالا معمولا دلار نگه نمیدارن، یه کسی میگه من 1000 دلار دارم، به اون یکی میگه من 1000 دلار میخوام، اینا رو ربط میدن، این وسط یه پولی میگیرن. ولی اینایی که میرن میخرن از صبح تا از همجون وای میسن یه جا سیگار میکشن، کجا بوده؟ چهارراه استانبول رو نمیدونم اینا بوده، توی تهران، تو شیراز هم خیابون زن همین جلو بانک ها میکار میکردن. و این کشوری که دولتش درست نباشه اینجوری، و الا دولت درست شما میرید تو بانک میگی نرخش اینقدر، یا میرید تو فرودگاه سوار میخوای بشی میدید اکسچنج میکنی میگیری میری. یه کسی اگه مایل باشه یا از طریق فیسبوک یا با همین شماره تلفن یا به وسیله ایمیل برای ما بنویسه، چون من که تو همه، من تو هیچ چی واردم، تو همه چی وارد نیستم که. خب
بله، شورای نگهبان قانون انتخابات را تغییر داد. این هم یه بحث جدیدیه که گویا خودشون دارن برای اینکه خود اونای دیگر رو حذف کنن قانونا رو انگولک میکنن. شما مثل این میمونه که توی فوتبال مثلا من یه دفعه بگم هر کی با پای راست شوت زد یه پنالتی بده کاره، قانون رو عوض کردن اونم به این سرعت بدون اینکه بحثی گفتگوی شده باشه در موردش، این کار غلطیه. شورای نگهبان این کار کرده. تازه میگم قانون رو مجلس باید بذاره اونا تصویب کنن، بعد بیاد مثل مجلس سنا و اینا بره شورای چیز. گویا اینم یکی دیگه از اشکالات دولته و ببینیم چه خواهد شد. میگه آقای سوربی دلار ارزان شده ولی روغن جنس دیگر گران شده. متوجه نمیشم، روغن و جنس های دیگه گران شده. خب پیامبر شما رو پخش کردم ولی اونجا که خانم انصاری اومد من گفتم راجع به مرگ ساناز نظامی دوستان روی فیسبوک گذاشتم، برید همین عکسی رو که بی بی سی گذاشته قد و بالای این خانم رو نگاه کنید، قد و بالای اون مردک شوهرش که زده اینو کشته نگاه کنید و خودتون به فاجعه‌ای به نام این ازدواج اینترنتی، من خیلی ها دیدم از طریق اینترنت دوست شدن، ازدواج کردن، زندگی خوبی هم دارن، چه فرقی میکنه؟ اینترنت شده مثل اون وقتا که میرفتن بیرون همدیگر میدیدن یا مثل فامیل معرفی کنه و فلان اینها. اتفاقا امروز میخوام راجع به یک آقایی به نام عارف کایا یا عارف کایا نشون میدم عکسشم که این بنده خدا نوشته دیگه از تنهایی خسته شدم دنبال یه یار میگردم. من براش نوشتم یه خانمی بود به نام همسرجون.com، برو ببین هنوز هم هستش یا نیستش. خانم پروین زمانی، اینم رفت کار سیاست، حالا شده فدوی خامنه‌ای. بمانه این اکثر من بهتون نشون میدم، روی فیسبوک خودم هست، روی صفحه فیسبوک مردم تیوی هم هست، ولی باید برید یکم پایین چون چند تا برنامه اومده بالا، چون چند تا دوربین موبین گذاشتیم برای بفروشیم، وسیله گذاشتیم. بر این عکس رو بذارید من بهتون نشون بدم ببینم که فکر کنم کپچر یکه. البته این سیستم جدید ما که با این دوربین پن و وید بلاستر جدید کار میکنه یکم از لحاظ کپچری من باهاش اشکال دارم، اینه. ولی در هر صورت این خانمه شما نگاه کنید، حالا فکر نمیکنم کفش پاشنه بلندم پاش بوده ها، ولی این آقای رو بعدم تو زندان و اینا نشون میده تو دادگاه. برید این داستان رو بخونید ببینید چجوری اینا رفتن ترکیه ازدواج کردن، بعد اومده اینجا، بعد میگه خانمه ویزا داشته از دانشگاه ها و اینا، بعد این مرده که زدتش انقدر گرفته سرش رو زده به زمین تا وقتی که پلیس رسیده مرده بوده، حالا یه مردی که کوتولوی چاق‌تر از من و زشت‌تر از من توی دادگاه، بعد اون بی بی سی هم اون آقای کیه باهاش میخواد صحبت کنه جواب نمیده. در صورت اینم روی فیسبوک گذاشتم، من دوستان رو روی فیسبوک با خبر و این چیزها بمبارون نمیکنم. روزی که مثلا 3 تا 4 تا بذارم یکم به خودم میگم چه خبرته، اگه قرار باشه هر دوستی 3 تا 4 تا بذاره خب 20,000 تا دوست 60,000 تا فلان نمیشه که، باید یک کمی رعایت دیگران رو بکنیم. مثلا من یه دوستی هست به نام آقای چیتساز، ایشون ورزشکار هم بوده و اینا، ایشون هنوز بلد نیست تو چیزای خصوصی، تو اصلا پی ام فکر کنم پرایوت مسیج میشه، هی برای من یه چیزایی میفرسه، آقا این کار درست نیست، شما رو صفحت ماکسیموم بذار یا برای ما میاد اگه ما بخوایم خبرای شما ببینید. یه کسایی هستن خبرایی که میذارن خوبه، مورد پسند منه، من میذارم فالو، شما این کارو بکنید اگه میدونید برنامه‌ای که من میذارم چیزایی که میذارم جالبه فالو کنید دیگران رو، نه ملت هی بیان تو حریم خصوصی شما. این اصلا یه واقعا تجاوزه. تجاوز این نیست که یه نفر بره یه دختری یه پسری بگیر بهش تجاوز کنه، تجاوز به حریم شخصیه. هی چپ و راست برای یه کسی هر ویدیو هر آشغالی رسید شما بفرست، نمیدونم چی باید یاد ما بده، نمیدونم. و اما مرگ ساناز نظامی در میشیگان، البته آخر عاقبتش بالاخره خانوادش انقدر آدم های خوبی بودن که به اصطلاح از حتی این اتفاق بعد، سرنوشت بدی که برای این خانم جوان پیش اومده، اونا
یک خبر خوب ساختن. من نمیگم خودتون برید نگاه کنید اون ویدیو رو و ببینید که چیه. اینجا میبینم آقای منوچهر معبودی میگه واقعا آدم نمیدونه چی بگه، بسیار دردناک. و اما بله اینجا اون آخرش نوشته بودم خط میزنم که نگم، آقای چمنارا یه ویدیویی برای من فرستاده بود. خب قدیما ایشون ویدیوهاشو میفرستاد، یه مبلغی هم میداد، ما 5 روز پخش میکردیم. بعد من دیدم ایشون این مبلغ کمی رو که میخواد بده هم منت هم میذاره. یه دفعه بهش گفتم آقا منت نمیذاری تا اگه یه حمایت کنی، تازه اونی هم که حمایت میکنه منتی به من نداره، من دارم میام وقت خودم میذارم، حالا نمیخوام بگم زحمتی هم میکشم، اون اینجوری تشکر میکنه. ولی با همه اینا اگه کسی حمایت کنه بعد یه منتی بذاره، باز ما سیبیلی ردش میکنه. ولی شما یه برنامه ای رو میذاری میفرستی، یه پول کمی میدی، من برات 5 روز یا 7 روز نشون میدم، نه من را منتی بر او، تازه من باید منت بذارم که مثلا یه چیز 200 دلاری رو بهت میدم 30-40 دلار، میدم 50 دلار بمانه. این دفعه نوشته بود من نمیخوام شما این ویدیو رو برام پخش کنید، ولی این ویدیو رو نگاه کنید اشکالاتش رو من بگید. گفتم ای بابا اگه اون موقع 50 دلار میگرفتم حالا باید 250 دلار بدی، چون من حالا باید قلم و کاغذم در بیارم و با دقت نگاه کنم، اگه تلفن زد اینو استاپش کنم، بنویسم از اول تا آخر که اون وظیفه‌مو انجام داده باشم. چون شما اینی که داری به من میگی یه وظیفه به من محول میکنی، ولی ما یاد نگرفتیم وقتی یه وظیفه رو به کسی محول میکنیم بهش اون حق زحمتشو، حق و زحمتشو بدی. فقط میخوایم همه به ما خدمت کنن. آقا من اگه مجانی آقای چمنارا این کار برای شما انجام بدم میشه من به شما خدمت کردم. چرا من باید به شما خدمت کنم؟ نمیدونم. اگر سوالی چیزی داری، جوابی دارید که منو میتونه قانع کنه بفرمایید. خب جناب سوربی درست است، حاکمی تاثیرگذارن، اما واقعیت اینه که اجتماع حاکمی زیر مجموعه فرهنگ عمومی است. آره دیگه، از خودمونن، اونام از خودمونن. به معنای دیگر ایرانیان خارج از کشور که دیگر زیر حاکمیت ایران نیستن. آیا مشکل فرهنگ عمومی از اهم از انسان دوستی، هموطن دوستی و همدلی مطلوب دارن؟ متهم به بدهکار کردن مردم نشوم، اما واقعیت فرهنگ عمومی ما دارای اشکال است. آقا زدی به هدف، شما احتمالا تیراندازیت هم خوب بوده، سربازی رفتی. من تیراندازیم خوب نبود. آخ آخ بس که هرچی بیشتر حرف میزنی آب بینید را میفته. البته بعضی ها میگن این زکامه و وقتی چی میگن آبریزش بینی داری علامت اینه که خوب میشه فردا. گفتم حالا امروز یه پیک ویسکی میخورم ببینم زودتر خوب میشم یا نه. و اما اینجا هم نوشتم آقای زمانیان، نگاه کن پیام های آقای زمانیان، و یه خط آبی مینیستم یه خط قرمز که کاغذ کمتر مصرف کنم. پیام های آقای زمانیان پخش کردم، ممنونم از شما. و هم با بغلش هم نوشتم همسریابی برای آقای عارف کایا ترکی نمیدونم معنیش چیه، چون ترکیه که بودم خیلی از فروشگاه ها همین نوشته بود. حالا این اسمش عارف کایا توی انگلیسی میگنش وایس سیستر، یعنی خواهر دانا. این آقا خیلی هم بنده خدا آدم شکیلیه. و اینه آقای سکریپت کجان سکرین اینه. ببینید دوستان، این آقا یه جایی نوشته بود، ولی نوشتنش اینا میدونید شف فلان اینا هم است که ترکیه، ولی با فارسی نوشته بود دنبال یک چیز میگردم. میخواستم میگم خب برای من و دیگران میفرستی چه فایده، روی فیسبوک خودت بذار، خیلی هم صادقانه قشنگ بنویس که چند سالته، چقدر به اصطلاح کجا زندگی میکنی اینها. امیدوارم اونا هم باهات صادق باشن که بیان باهات به اصطلاح حالا یا ازدواج کنن یا دوست بشن. ببینید این عکس با سیبیلشه، این عکس ها بی سیبیله و مثل که شف هم هست. شما این کلمه شف چای بنوشید چشم بالا. همین الان چای بین دو تا برنامه یه چای انقدی خوردم، خیلی ممنون. چشم آخه اونم میگن آهن بدنت،
از بین میبره. ما هم که سربی هستیم، ما هستیم و این سرب، حالا دیگه این سرب آهن هم از بین بره هیچی. دوستان این برنامه و برنامه قبلی ما با یه دوربین جدید فیلم برداری کردیم. به نظر من لطف کنید با ویدیوی مثلا یه ماه قبل روی یوتیوب مقایسه کنید، به من بگید که کیفیت کدومش بهتره. هنوز یه چند روز وقت داریم که این دوربین رو پس بدیم یا نه. اجازه بدیم من چون اینجا یادداشت کردم و در رابطه با اون کمک و حمایت و اینا ما از هر طریقی رفتیم به جای نرسیدیم، کم کم ما هم باید بگیم 200-300 هزار دلار بدین تا ایران آزاد کنیم، بیام یه سری چیزایی که داریم نشون بدیم بفروشیم. یک گوشی، چی بهش میگه شما؟ هدفون. کجا گذاشتم؟ اینجا. این هدفون ها خیلی خوبه دیگه، مثل قدیما وایر مایر نداره، اینجوریه برای کلاهای گندم میکشیش پایین تر. بعد این بلوتوث هست، بلوتوث دیگه چیزی هم به کامپیوترت نمیخواد وصل کنی، کامپیوترت یا چیز اینا روشن میکنه همش چود چیز چیز، کامپیوترت یا تلفنت که روشن میکنی، اینو که روشن میکنی همدیگر رو میفهمن میخونن. بعد اینم برای چارجرشه، با USB میزنی چارج میشه، فکر کنم وقتی چارج بشه تا 10 ساعت میتونه گوش بده. اینا رو که ما میذاریم اینجا دوستان، شما ممکنه بری توی چیز ببینی 20 دلاره، مگه سربی گرون میفروشه؟ ولی اونی که همت میکنه مثلا 50 دلار میده، من اینو باید برم پست کنم براش بفرستم بره به احتمال زیاد داخل آمریکا، کانادا و کشورهای دیگه نه. اینه یکی به اصطلاح هدفون بلوتوت، تو ایران مثل که میگن بلوتوس، بلوتوس اون تی اچشو خیلی محکم میگن. این یک چیزی هست به نام دزل، دزل چیزای جانانه رو میگن دزل، ولی این خود این دستگاهه یه چیزیه که برای تبدیل ویدیوهای قدیمی VHS و اینها به دیجیتال ازش استفاده میکنن، که روش هم عکس کشیده. آها اینجا عکس بهتری کشیده که نوشته چجوری کار میکنه، نوشته دوربینتون رو وصل میکنین به این، اینو وصل میکنید به کامپیوتر، فیلمای تو دوربینتون یا فیلمای توی چیزای نمیدونم DVD و اینا رو تبدیل میکنه به دیجیتال. این روز نویش 100 دلار بود، شادم بیشتر، بعدن رسید به قیمت 60 دلار و اینها. اینی که ما خریدیم آخر کاری 47 دلار بود، حالا مثلا 10 دلار 12 دلار، ولی چون حجمش بزرگه باز همون اگه کسی مثلا 50 دلار بده ما براش پست میکنیم. بعد حالا بعضی وقتا خوبه که همه چیزها رو یه نفر با هم بخره که ما یه کارتون بیاریم همه رو بفرستیم. این یه شطرنج دست سازه دوستان، خیلی جمع و جور و نقلیه، برای مسافرت و اینا خوبه، چوبه دست ساز، بعد ایرانی و اینا فکر نمی‌کنم باشه، احتمال زیاد فکر کنم همین ترک و یونان و اینا رو درست می‌کنن. بعد همه موراش هست، موراها گم نشده. بعد راجع به شطرنج نمی‌دونم شما بازی می‌کنید یا نه، ما میگیم شاه و وزیر، اینا میگن شاه و کوین، ملکه. بعد ببینید این کوینه، ما میگیم شاه و وزیر، اینا میگن شاه و ملکه. بعد ما میگیم فیل، اینا میگن بیشوب. خیلی ها توی بازی شطرنج هم به شما میگه که شاه همیشه با آخوند مخوندا همراهه، جزو سربازاش، جزو همفکراش هستن، که حالا بعد اسب و رخ و اینا هم داریم بماند. و اما امروز داریم جمعه است دیگه، جمعه بازار، حالا ملت میگن آقا بعد از یه هفته میای برنامه میخوای بذاری، امروز هم میخوای چی بفروشی؟ دو تا دوربین هست، دوربینایی که اینجوری DXG و اینا برند نیستن، اینا همون کارخونه میسازه مثلا برای GVC، همون کارخونه میسازه برای سونی، ببینید خیلی کوچیکه، اینا تو دست جا میگیره اینجوری. بعد اینم سه تا سیم هم داره که وصلش میکنی به همون دستگاه اگه بخوای، یا وصلش میکنی به تلویزیون تو اینها. بعضی ها میگن دیگه ما با داشتن تلفن چه احتیاجی به این داریم، ولی بعضی ها هنوز دوست دارن با این دوربینا کار کنن. ما حالا که این دوربینا رو آوردیم، دو سه تا دوربین دیگر هم داریم میدیم بره، اگه یه کسی همه رو به هم بخره، اینو مثلا زدم 40 دلار، اون شطرنج رو زدم 20 دلار 25 دلار. بعد این دوربینه 40 دلار. یه دوربین دیگه هست، اینه، این سامسونگ 650 یا 65، سامسونگ 65، اینم چارجرشه که اینم دوربین خوبیه،
خیلی آسون و اینها. بعد اینو زدم 60 دلار، حالا این 60 دلار اون 40 دلار 100 دلار 25 دلار فعلا تا حالا 150 دلار شد. و یه دوربین خیلی قدیمیه که دیگه ما اینو به عنوان یادم اینو شمیم به من داد، اینو به عنوان دکوراسیون ازش استفاده میکنم توی اون خونه قدیمی که قبلی که بودم بزرگ بود، اینجا کوچیکتره دیگه، ما جای دکور و این چیزا نداریم، دکورای ما حالا نوهامون هستن. این دوربینه همین من بازش کنم به شما میگه که این مال چه زمانیه و خیلی جالبه. اتفاق اون روز گرفتم و گذاشتم رو دوشم و اینها یادآور قدیما بود که وقتی کار میکردی چجوری اینها، حتی وقتی میخواستی تایتل بنویسی اینجا مثل یه تایپ رایتر چی بود. اینم کار نمیکنه، یعنی من دیگه وسایل که بزنم به برق و چارجرش و اینا رو ندارم، اون موقع هم خیلی دنگ و فنگ داشت. فکر کنم باید یه چیز دیگه هم همراه این بود که از این میبستیم به کمرمون تو اون ضبط میکرد، بعد در صورت همه چی آسون شده و اینها. ولی این خیلی قشنگ و نمیخوام بگم جمع و جوره چون بزرگه، مثلا اینا یه استدیو داشته باشین، گوشه استدیو بذارین، تاخچه‌ای داشته باشین اونجا بذارین و اینها. و باز تو همین مایه ها یه چیز دیگه هست، بذارید من اینو درستش کنم، یه دوربین دیگه هست. اینم دوربین چیه؟ دوربین کنانه. وقتی ما میگیم دوربین، ما ایرانی هم به دوربین میگیم دوربین، به همه چی میگیم دوربین، یکی میگیم دوربین عکاسی، یکی میگیم دوربین فیلم برداری، اون دوربینه که باش دور میبینیم دیگه چی نمیگیم. این اگه یادتون باشه این یه انقلابی بود که فیلمای اومده بود که دیگه شما فیلم رو در نمیبردی، خطر چیز نداشت خراب شدن، فیلم رو شما خودتون میزدین تو دستگاه، دستگاه شروع میکرد ریش 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 فیلم رو در میبرد میذاشت داخل دوربین. بعد مزمی هیچ دریچه‌ای هم نیست، فقط یه دریچه کوچولویی که اون فیلمه رو می‌زنی داخلش و خودش آخرش هم که تموم می‌شد به اصطلاح جمعش می‌کرد و آماده که شما ببری. ببخشید باور کنید من اول برنامه، یعنی قبل از برنامه می‌خواستم حتی زنگ بزنم به دوستان در کانون آوا بگم اگه امکان داره یا فردا یا پس فردا برنامه بزنید چون حالم خیلی بده. بعد یه دو سه تا قرص خوردم و یه دونه از این نوشیدنی های برای آنفولانزا ترافلو، حالم خوب شد. اینم ذات بشره، تا یکم آدم حالش خوب میشه میگه دیگه ول شد، اونا اجرا کردم بعد دوباره حالم رفت به بدی، گفتم حالا من به برنامه خودم شد میام 5 دقیقه میگم حالم بده میرم یکی از این روزا میام جاش برنامه میذارم، ولی دلم نیومد. به خصوص که از اون طرف آقای فرزاد نیساری رو هم دعوت کردیم ساعت 3 با ما باشه، در صد ببخشید عدسه و سرفه و نمیدونم آبریزش بینی و اینا، ملت میگن آقا این دیگه چه برنامه. و اما اون همسریابی عارف کایار هم نشون دادیم، هنوزم فکر کنم هست عکسش اینجا بنده خدا بذارید، اگه کسی تو ترکیه است یا دوست داره با ایشون تماس بگیره. ما نه اینجا همسریابی داریم نه چیزی، ولی به نظر من هیچ اشکالی نداره که آدم اگر بتونه یه جایی یه نفر دنبال زن میگرده، یه زنی دنبال شوهر میگرده، این دو نفر رو به هم معرفی کنه. و یه چیزی بهتون بگم ممکنه باورتون نشه، تو آمریکا تحقیقات زیادی انجام دادن، کشورهای مثل هند و پاکستان و هنوز جاهایی تو ایران که از به اصطلاح پدر مادر برای جوونا زن میگیرن و شوهر پیدا میکنن، میگه ازدواج های اونها پایدارتره. باورتون میشه؟ اینایی که میگن ما روشن فکریمون نمیدونم خودمون فلان اینا، میگه اینا زودم از هم دلخور میشن، ولی میگه طرف وقتی میره با یکی صحبت میکنه بعد میاد به خودش میگه نه مثلا این اخلاقش برای پسر من فلان، پسر من تنده یا دختر من اینجوریه فلان. نه میگه پدر مادرها بر اساس شناختی که از پسرشون دارن از مادرشون دارن بهتر میتونن اینا رو با هم دیگه مچ کنن. خب چیزا رو فروختیم، سعید هم نایمد، سعید یه دفعه من یه سری چی نشون دادم همه رو با هم خرید. بعد اون روز اون کاری که کرد حقیقت من خیلی هم دلخور نشدم، ولی بعدش که اون دوستمون زنگ زد گفت سعید کم لطفی کرده یکم دلخور شدم، گفتم خب این حالا توی برنامه میتونست بگه. من از قبلش میگفتم آقا از اول برنامه تا آخر برنامه اونم باید به ملت
حساب بانکی تو بدی، باید به ملت پیپل اکانت تو بدی اینها، بعد اونا اگه لطف کنه و الا اینجوری بیا بگی تا 10 ثانیه دیگه هر کی هر چی داد من میدم، این یک کمی به اصطلاح کم لطفی بود و به قول معروف تعارف آب همومی بود. خب و اما انتخابات پنجم اسرائیل، سیل در عربستان. دوستان کسی از ماجرای سیل در عربستان خبر داره؟ چون میگن انقدر این خبره برای عربستان و اینها خجالت آوره که پخشش هم نمیکنه، خیلی هم راجع بهش چیزی نمیگه، ولی گویا تو عربستان امسال هم برف اومده بوده و هم یه سیل خیلی بدی. اگه کسی خبر داره لینک خبرشو بفرسته، خبر درست حسابی از یک منبع درست حسابی. اینجا نوشتم بهرام آبتین به اضافه آقای فرزاد نیساری، خان، بعدم آقای بهرام آبتین به دوستان میگه حاضر باشید که روز کذایی، من تا اونجایی که شنیدم روز کذایی بار منفی داره، برای چیزای دروغی و اینا میگن. وقتی یکی میخواد یه وعده و وعیدی بده، اصلا ببین وعده وعید موعود، میگه روز موعود، یعنی روزی که من و شما با هم وعده گذاشتیم، ولی شما که نمیای بگی ما میخوایم لشکر درست کنیم بریم روز کذایی، طرف میگه آقا این خودش از حالا میدونه که اون روز کذاییه. به نظر من اینجوری. حالا آقای نیساری که اومد ازش میپرسیم. اینم از این. دوستان اینم کلک خوب، یا یه خط قرمز می‌نویسم یه خط آبی، هیچ خطی از بین نمیره اینجا، چون شما وقتی کاغذ خطی داشته باشی اگه یه در میون ننویسی همه چی داخل هم میشه، ولی اینجوری قرمز و چی قشنگ جداش میکنه. اعتراض برای لغو امتحانات خرداد ماه مدارس. تو آلمان که بودم من دیدم آلمانی ها خیلی فین میکنن، ما بعدمون میاد اوه صدا میده، نظر شما چیه؟ برایشون هم خیلی معمولی بوده. حالا اگه فین نکنی هر یه دقیقه باید اینجوری کنی دماغ خودتو بکشی تا آخر برنامه، دماغت میشه مثل پینوکیو. ما مجری ها که دروغ میگیم هم میام خودمون پینوکیو هستیم، حالا دیگه هی هم میکشیمش اینجوری میشه. اگه فین نکنی، اگه فین کنی که ملت میگن آقا این کیه مریضیش آورد، ما از طریق دوربینم حتی مریض شدیم. دو سه دقیقه دیگه بیشتر نمونده تا بریم سراغ آقای نیساری، بعد ایشون زحمت میکشه صحبت میکنه و من دیگه فکر کنم حالم بهتر بشه. اعتراض برای لغو امتحانات خرداد ماه مدارس. دوستان واقعا ما ایرانی‌ها گیج شدیم. ببینید حالا یا بچه‌ها یا پدر و مادرهاشون میان اعتراض میکنن تو خیابون که بچه‌های ما نیان مدرسه امتحان بدن چون مریض میشن. گرفتید؟ میان اعتراض میکنن تو خیابون، داد فریاد، که موقع داد زدن هست که این میکروب یا ویروس به جای 6 فوت حتی تا 30 فوت میره، بستگی داره که طرف چه فریادی بزنه. که بچه‌های ما نرن اونجا ساکت ماسک بزنن امتحان بدن. خب آقا نرو دیگه، این اعتراضه برای چیه؟ اگرم اومدی دیگه داد بیداد نکن، وایسید با فاصله یه نوشته ای رو بنویسید، شما مثل مجاهدین یه نفر اینجا وایسید یه نفر 10 متری عکس که میگیرن بگن او هزاران نفر آمده. در صورت اینم برای من یه چیز مسخره بود. من بعضی چیزا رو وقتی میبینم نگاه میکنم خندم میگیره، ولی خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است. کارم از خنده گذشته، کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. اعتراض برای لغو امتحانات خرداد. اینو اون آقای حسن ارشاد، برنامه شماره 366. البته من فکر کنم برای ما 315 و 20 و اینا باید باشه، ولی ایشون چون سلسله برنامه‌ای داشتن و دارن، الان این برنامه شماره 366 هست. نقد آموزهای بهایی، بررسی پیام رضوان سال 2021. این رو هم ساعت 4 پخش میکنیم. و اینجا هم نوشتم تبلیغ دوربین HD و گوشی بدون سیم و الی آخر. این کارا رو انجام دادم، تبلیغ رو اگر کسی خواست بعدا تماس بگیره، به اصطلاح من مشخصات و عکس ها و اینا رو میتونم بفرستم. یه سریش هم روی فیسبوکمون هست، اگه برید روی فیسبوک مثلا این دوربین کوچولوی نقلی رو میبینید. ببینم روشن میشه. بله بابا روشن هم شد. نه روشن اینجوری چه جوریه؟ بله خلاص روشن هم میشه، ولی خب اگه یه مدت چارجش نکنی باید تو برق بزنی. خب دوستان عزیز، ساعت 2:59 هست. آقای آریانپور یه مقاله‌ای مال یه نفر دیگر فرستاده به نام خودکشی ملی
ایرانیان. بریم ببینیم آقای نیساری چی میگه از این اوضاع و احوال ایران چیه. ولی خبرها مثبت بود از وین. حالا ببینیم که اوضاع چی میگه و چی هست. صداش یکم زیاد کنم. خب به به آقای نیساری هم هستن، تصویر زیبا، به قول دوستان هنسام. هنسام یعنی خوشتیب، چون به خیلی ممنون به چیزا نمیگن خوشگل، میگن خوشتیب. خب اینم از این. تنها اشکال این سیستم جدید ما اینه که نمیذاره من انتخاب کنم از کجای صفحه و میاد همه به اصطلاح اسکایپ رو نشون میده. خب دیگه دوستانم میدونن ما که تقلبی نداریم، از اسکایپ داریم با ایشون صحبت میکنیم. اسکایپ ویدیو چی شد؟ صداتون هست. من میخوام تصویرتون، ما یه سیستم جدید داریم، بعد میخوام تصویرتون رو بدم به کامپیوتر. یه کمی مشکل پیدا کردم با این سیستم که اسکایپ. بله درست. خب اجازه بدید که من اینجا هم تصویر شما رو از این اسکرین یک بدم اینجا. اما ما پیر شدیم، جایگزینی هم برامون پیدا نشد. دوستان جوان که نمیان، اونا فکر میکنن بابا اینا کیان. دوستان پیرم که دنبال پول و منافع شخصی هستن. آقای نیساری سلام میکنم به شما، خیلی ممنون که دعوت منو پذیرفتید و با ما هستید. من قبل از اینکه شما هم بیاین، راجع به اون فیلمی که برای من فرستاده بودید و برای دوستان گفته بودید تماشا کنید، آقای آبتین صحبت میکرد با شما، دو تا نکته رو من ایراد گرفتم. یکی این که چرا شماها هی همدیگر رو خان خان صحبت میکنید، خود این آیا باعث تبعیض نیست بین من که خان نیستم و شما که خان هستید؟ دوم این که آقای آبتین تو اون میگه تا روز کذایی ما بدونیم کیا اینا. روز کذایی من فکر کنم جنبه منفی داره، بهتر است که بگن روز موعود. نظر شما چیه؟ بفرمایید آقای نیساری با شما هست. با درود بر شما و میمانان گرامیتون. صدا من میپیچه؟ بله من. نه صدا دارید اینجا خوبه. با درود بر شما و میمانان گرامیتون، با درود بر کسانی که این برنامه رو میبینند، با درود بر هممیهنان گرامی و استادانی که به من درس زندگی و انسانیت آموختند، و به ویژه با درود بر فرزندان گرسنه و بی‌سر و پناه ایران که دست روی آنها را از راه دور میبوسم. فرزاد نیساری هستم از ایل قشقایی، سرباز میهنم ایران در خدمت مردم ایران. خب ببینید، در این به اصطلاح معرفی که من کردم واژه خان به کار نرفت، و خان رو معمولا ما دو نوع خان داریم. یکی خانی داریم مثلا مثل زمان فئودالیسم که به اصطلاح ارباب رعیتی بود، و یکی هم خانهایی داریم مثل ستارخان و باقرخان که اینها ربطی به فئودالیسم و ارباب رعیتی نداشتن و نام خان بر روی آنها مانده بود، یفرم خان، ستارخان، باقرخان. و خان دیگری هم داریم که خان سوم هست، به معنی خان گستر یا سفره گستر. در حقیقت من که مثلا از تیره یا طایفه عمله هستم، به خاطر اون مناسباتی که داشتیم در حقیقت سازمانده بعضی از کارها بودیم، به ویژه اینی که چجوری وقتی جنگ چیزی بشه، درگیری بشه، چجوری ما بتونیم سربازها رو سیر رو به اصطلاح آماده نگه داریم. و یکی از کارهایی که ما کردیم این بود که پس از چند هزار سال باز یک ارتشی را انداختیم به نام ارتش جاویدان، ولی تعداد اونها 2000 نفر بود و همون کسانی بودن که در رکاب به اصطلاح کریم خان زند بستر را هم تصرف کردن. بنابراین ولی واژه های این خان بیشتر از طرف مردم میاد تا از طرف شخص. حالا شما هر چی که دوست دارید صدای ما بزنید، ما میتونید به نام صدای ما بزنید آقای فرزاد آبدارچی به اصطلاح مردم ایران، هیچ فرقی برای ما نمیکنه. ما اومدیم اینجا خدمت کنیم و در حقیقت نشون بدیم به مردم که هیچ تفاوتی بین اونها نیست و هر کسی حتی با داشتن مدارج بسیار عالی تحصیلی اگر وارد کار دولت شد، وظیفه‌اش جز خدمت به مردم و نوکری مردم چیز دیگری نیست.
بر این واژه است که ما اسم خودمون رو هم اگر بگیم خان، هنوز نوکر مردم ایران هستیم و در خدمت مردم ایران هستیم. حالا خیلی هم صدای خودشون میزنن خان، ولی به مسائل دیگری مربوط میشن، نه به خودشون مربوطه. در رابطه با ولی شما آزاد هستید هر چی دوست دارید صدای ما بزنید. میرسیم به مسئله واژه کذایی یا واژه موعود. بستگی داره شما از چه جنبه این مسائل رو مینگرید. ما علارغم اینی که برخلاف دیگر سازمان‌ها همیشه گفتیم که این رژیم با صلح و صفا خداحافظی نمی‌کنه، هیچ اسم مستبدی، هیچ قدرتمندی به همین سادگی قدرت رو به شما نمیده. یا بایستی توسط نیروی اجنبی از کار بیفته، مثل زمان حمله اسکندر رو نمیدونم تیمور و کسای دیگر، یا اینکه بایستی با انقلاب داخلی از کار بیفته، مثل همین رژیم به اصطلاح پالانی گذشته. هیچ کدوم اینا، مثل یا مثلا با جنگ جهانی مثل زمان هیتلر، اینها موسولینی ها به همین سادگی تسلیم نمیشن. بنابراین تسلیم اینها درگیر این هست که ما بازور به اینها در بیفتیم، نه اینکه ما برای جان ارزش قائل نیستیم و برای آزادی انسان ارزش قائل نیستیم، بلکه حقیقت رو پنهان نمی کنیم. ما به مردم خودمون میگیم برای اینکه امکان داره فردا زنده نباشه. این رژیم فقط با ایستادن و شعار دادن و جلوی در این سفارت اون سفارت ایستادن، و ممکنه مثلا ما بگیم در فلان روز در مقابل سفارت روسیه یا سفارت چین یه اعلام موقعیتی بکنید، ولی این رو فقط یک مسئله به خصوص و ویژه و تمام شدنی است. ما بقیه کارها این نیست که هر روز بری جلوی در سفارت به اصطلاح ایران در لندن یا در پاریس یا جای دیگه وایسی شروع کنی به شعار دادن. اینها مسئله حل کن نیست. بنابراین بایستی آماده کرد مردم رو برای همون روزی که رو در رو هستیم و متاسفانه در آن روز ما خسارت خواهیم داد، و آن روز روز موعود نیست. روز موعود ما زمانی است که این رژیم رو شکست دادیم و به اصطلاح حکومت و سیستم آینده ایران رو رقم زدیم و پرچم آزادی و پرچم استقلال و پرچم به اصطلاح احترام به انسان و انسانیت رو بلند کردیم و می ایستیم و فریاد به اصطلاح شادی سر می دهیم. اون روز موعود است. حالا روزی رو که ما می خوام شروع کنیم و با این رژیم در بیافتیم، متاسفانه روز موعود نیست، اما شروع به اصطلاح رسیدن به روز موعود است. ولی اینها واژه است آی سوربی، اینها همه واژه است. حالا به درستی یا غلطی راه رو ببینید. ببینید همون جور که بارها گفتیم، ما سه پایگان داریم که اینها تلاششون استیلای اسلام در ایران و حکومت بر اساس حماقت و تحمیق مردم هست. این سپایگان اسلام تمام تلاششون این هست که ما رو هم بکنن چهار پایگان اسلام در حقیقت. یعنی تمام تلاش اینها این است که هر کاری که شما بخواید بکنید، هر راه درستی رو که شما بخواید آغاز کنید برای شکست اجنبی در ایران، برای پیروزی مردم ایران، اینها باید بیان و سعی کنن که با فشار و با تبلیغ و با سایبری کار کردن و با نیرنگ بازی و با فتنه و به اصطلاح دسیسه ماها رو تبدیل به چهار پایگان اسلام بکنن که در حقیقت بتونن خودشون رو سر جا محکم کنن. مثال میزنم، بارها در قبل هم گفتم که وقتی ما در رابطه با دولت در تبعید صحبت کردیم و یک دولتی تشکیل بدیم، یک دفعه پشت سرش آقایان حاج پسر رضا به اضافه شورای مدیریت کزاز، اونها هم به شکل تشکیل دولت افتادن. و یا در مسائل به خصوصی تلاش اینها در این است که بگن که مبارزه تنها راه همون راهی است که اینها اعلام میکنن. یکیش میگه فقط از راه شورش و نامی از بدی اسلام نبرید که به اصطلاح مجاهد باشه. یکیش میگه خیر، من قدرت دستم هست و حاضر نیستم به همین سادگی به شما تحمیل بدم، چون با قدرت ازدواج کردم و 42 سال هست که به اصطلاح نیروی ضربت همه چیز دم دستمه که رژیم باشه. یکیش هم میاد میگه که خیر، من میگم مبارزه مدنی، ولی هر کسی که پیدا شد و کار درستی کرد، همون کار درستش همون مبارزه مدنی است که من میگم. حالا حتی اگر اینها از زمین تا آسمان فرق داشته باشه، از زمانی که ما این مسئله کاروان همایش ملی رو اعلام کردیم به اینکه سازمان ها دور جمع بشن، پشت سر هم میان جلوی میگن که آقا این همون صحبت های حاج پسر رضا پالانی است. در صورتی که حاج پسر رضا پالانی همواره گفته به هیچ وجه موافقه با این که رو در رو بشیم با این رژیم نیست، و تلاشش این است که مردم صرفا بیان بیرون یک شعاری هم بدن، بعدم برن خونه هاشون بگیرن بشینن، شاید حالا شاید فردا بالاخره یک روزی
این رژیم خسته بشه، هرچی رو که دزدیده جیبهاشون پر بشه که غیر ممکن هست، و خودشون به خودی خود سرزمین ایران رو رها کنن و برن. وقتی هم که خواستن رها کنن و برن، خاک به سر رضا پهلوی و به اصطلاح در دور اطرافیاش میان از دوباره قدرت رو به دست میارن. این مسائل بنابراین بسیار پیچیده هست و بی خود نیست که ما 42 سال درگیر این مسائل هستیم. حالا هم که اومدیم میگیم آقا جون بس از سخنرانی و بایستی بریم پای ریشه عمل، هزاران به اصطلاح جنرال و ارتش بود ارتشی پیدا شدن که اینها بر اساس همون سیستم گذشته میخوان به ما درس به اصطلاح آموزش برابری و مسلحانه و نمیدونم فلان و غیران بدن. بس هاشون همه حول این زمینه هست که آقا مردم تا آماده نباشند و تو آگاه نه، منظورشون آماده نیست، مردم که از دیگه به اینجاشون رسیده، بس این است که آقا مردم تا آگاه نشند در مقابل این رژیم نمیستند. سوال من از اینها این هست که مردم ایران چطور امکان داره که آماده نباشن و آگاه نباشن؟ 42 سال است که زیر ظلم و ستم و نابرابری و اجحاف و این چیزها بودن، آگاه هستن اما ناتوان هستن، آگاه هستن ولی میترسن بیان بیرون و با یک دیکتاتور آدم کش رو برو هستن، آگاه هستن ولی سر کوچه‌شون یک چاقوکش با قمه ایستاده، نه انسانیت سرش میشه، نه پدر سرش میشه، نه مادر سرش میشه، خواهر و برادر خودش هم چاقو میزنه چرا سر به من شما. بنابراین ما در اون مرحله هستیم و این ربطی با آگاهی مردم نداره. ولی تمام اینها ایسوری امتانان گرامی، تمام اینها بحثشون این است که بیان و آیه نحس بشن. یعنی آقا جون خیر، این کار رو بحث اینها این است، این کاری رو که شما دارید انجام میدید کار بسیار اشتباهی است، ولی نمیان بگن که آقا اگر این کار اشتباه هست کار درست چی هست. اکثرا هم وقتی که توی به اصطلاح سنگلاخ سیاست گیر میکنن میگن کار درست صرفا آمدن و داد زدن و هوا کشیدن در خیابان ها هست و نام اینها رو میگذاریم به اصطلاح مبارزه مدنی، در صورتی که همزمانی که اینها میان در خیابان ها و مبارزه مدنی میکنن، نفت مجانی ما داره به عراق میره، گاز مجانی ما داره به ترکیه میره، آب مجانی رو که ما در جنوب نداریم داره به کویت میره و هزاران مسئله مشابه دیگر. و بحث ما این است که اونها از درآمد این پولی که نصفش مجانی میره نصفش پول میاد یا بالاخره به یک ترتیبی اینها به جیب میزنن، سعی کنن که با گدایی، ببینید چقدر بد هست، نفت و گاز ما رو دارن میدن، بعد برای پرداختش باید دارن گدایی کنن از این کشورها که بگن آقا بیاید پول ما رو بدید، بعد اون پول رو میخوان بردارن، البته صرف زنده ماندن خودشون بکنن. بحث ما این هست که ما باید حتی این موقعیت رو بر اونها ببندیم و نگذاریم که این چپاول ها ادامه پیدا بکنن. حالا یک داستانی بود در قدیم به نام بلدرچین و برزگر، من نمیدونم شما یادتون هست داستان، بعضی ها میگن بلدرچین بعضی ها میگن بلدرچین، ولی یک به اصطلاح جوجه مانندی هست بیشتر در کشتارها زندگی میکنه. بله یادم داستان بلدرچین و برزگر رو. بله بله یادم، جزء بله. کتاب درسی بود. بله جزء کتابای درسی بود فارسی. بله بله، داستان بر این قرار بود که هر روز آقای برزگر میمد نگاه کشتار میکرد، میگفت باید این زمین رو شخ کنیم، باید این زمین رو حاصلش رو برداریم، مزد میخوام، باید حاصل رو درو کنیم. بچه های بلدرچین به مادرشون میگفتن ای بابا سعی کنی خونه رو دیگه باید جمع کنیم، از اینجا بریم جای دیگر رو لانه بگذاریم. مادر بلدرچین ها میگفت خیر، این میگه این کار رو بایستی بکنیم ولی اهل عمل نیست، فقط حرفش رو میزنه، دقت کنید ببینید چی میگه. تا اینکه یک روزی بلدرچین با پسرش اومدن سر زمین و گفتن آقا هرچی حرف زدیم کافی است، انتظاری از دیگران نمیتونیم بکشیم، وایسیم برای دیگران، بهتر است که خودمون فردا صبح شروع کنیم به اصطلاح درو محصول. اونجا بود که بلدرچین به بچه‌هاش گفت بایستی جمع کنیم بریم، چون این به خود آمده و چون به خود آمده کارزار هست و بایستی محل رو ترک کرد. حالا کار ما در درون ایران هم همین است، تا دلتون بخواد صحبت است، تا دلتون بخواد تئوری و به اصطلاح مسائل مختلف است. تلاش البته در این هست، تلاش غرب و تلاش اجنبی و تلاش این رژیم در این هست که مردم خسته بشن، نیروهای سیاسی به ازمهلال برن، به اصطلاح نیروی اونها کاسته بشه، خسته بشه، کما اینکه خیلی هاشون شده در حقیقت،
تکرار مکررات میکنن و فکر میکنن تکرار مکررات مسئله حل کن هست. بنابراین سعی کنیم این رو تا اونجا بکشیم که برسه این حکومت یا به اصطلاح دست خود اینها بمونه، یا اینکه بره برگرده به رژیم به اصطلاح پالانی گذشته که اونها مدافع منافع و در حقیقت آخوندپرورهایی بودن که انقلاب 1357 رو در حقیقت سپردن به دست این ملاها. بنابراین تلاش این هست و ما نمیتونیم به عنوان یک نیروی مبارز دنبال روی همچین تجربی ها و دنبال روی این هست که فقط بشینیم تفسیر کنیم و سخنرانی کنیم و خیره. مردم ایران مستحق این هستند، نیازمند این هستند، خواستار این هستند، در خور مهمتر از همه چیز در خور این هستند که نان بر سر سفره هاشون باشه، بچه هاشون گرسنه شب نخوابند، در آرامش و آسایش و رفاه هم آموزش ببینند هم پرورش یابند. اونجایی که ما میگیم خان و خانه سفره گستر همین هست و تلاش ما هم در همین هست. حالا بنابراین نمیشه با نشستن و حرف زدن این کار رو کرد. ما باید به مردم حقیقت رو بگیم که عالی جنابان، هموطنان گرامی، فرزندان ایران، پدران و مادران ایران، اینجوری نمیشه پیش رفت. بایست این رژیم رو از کار انداخت و از کار انداختنش هم این نیست که به اصطلاح به پیش باز مرگ و میر رفت. ما بحثمون این نیست که شما بیاد توی خیابون فردا شروع به شعار دادنهایی بکنید که امکان داره با کشت و کشتار شما به اصطلاح بیانجامه. ما میگیم باید بزنی و در دیده نشی، یواش یواش بایستی کار کنی، به اصطلاح نیرو رو دور هم جمع بکنی. در این مورد بسیار گفته ها داریم در اینستاگرام و جاهای دیگر جنبش ایران بانان و در برنامه شما هم بارها صحبت کردیم. امروز بحث رو نمیخوام ببرم به اون مسئله، بحث رو میخوام پیرامون مسائل دیگری ابراز کنم. خب ما این راه رو که در حقیقت توافقی با راه دیگر سازمان ها نیست اعلام کردیم. حالا سازمان های دیگه چه کار میکنن؟ اومدن مسئله رو که جزی از مبارزه ما برای این رژیم هست که من دفعات پیش هم گفتم نیروهایی که در خارج از کشور هستند و جرأت بازگشت به ایران رو ندارند یا حاضر به بازگشت به ایران و رو در روی با این رژیم رو به اصطلاح ندارند و نمیخوان بکنند، حداقل برن در مقابل به اصطلاح سازمانهای سیاسی خارجی، دولتها، ساختمانهای دولتهای خارجی در غرب بیستن و بگن شرم بر شما، ببینید چه کار دارید میکنید که با دزدان ایران، آدمکشان و فاشیست های ایران شما دارید همکاری میکنید و به اصطلاح اونها رو سرپا به لحاظ اقتصادی نگاه داشتید یا به صورتی. ما بحث ما با اینها این هست، اینها اومدن تمام اون مسائل رو فراموش کردن و صرفا چسبیدن به مسئله به اصطلاح تحریم انتخابات. مسلما تحریم انتخابات مسئله مثبتی است. مسلما این که مردم خارج ببینن که مردم ایران حاضر به رأی دادن به اینها نیستن مسئله بسیار مهمی هست. ولی انتخابات هم خواهد شد، این رژیم انگل دیگری رو به اصطلاح زالوی دیگری رو بر سر کار خواهد گذاشت و پشت سر اون از دوباره آش همون است و کاسه همان. بنابراین باز برمیگردیم به خط اول. حالا بحث در این هست، ما همیشه در جنبش ایران باران گفتیم ما نوکر، خدمتگزار، به اصطلاح آبدارباشی و کمک به حال مردم ایران هستیم. ما در خدمت دیگر نیروهای انقلابی هستیم. هر نیرویی که جلو بیاد، پا پیش بگذاره و حاضر بشه بر علیه این رژیم درست مردانه و شیرزنانه بیسته، ما پشت سر اینها میستیم. هدف ما به اصطلاح کسب قدرت رهبری نیست. رهبریت رو مردم تعیین میکنن و اونها بایستی ببینن که در عمل یار و یاور اونها کی است و صحبت ما همیشه این هست که رهبر اصلی خود مردم ایران هست. حالا بحث ما این هست که آقا بیاد جلو قدم بذارید و یک کار عملی رو انجام بدیم با هم دیگه تا بتونیم به نتیجه برسیم. بحث اینا این هست که آقا این کار شدنی نیست، امکانش نیست. ولی همزمانی که میگن امکانش نیست، فردا صبح یک دفعه میبینید طرف یا سازمانی که شاید 10 نفر هم درش نیستن اعلامیه صادر میکنه که آقا بله بایستی رفت این رژیم رو گرفت و فلان و فلان اعلام کرد. فراموش میکنه که آقا هیچ نیروی در ایران به تنهایی قابلیت مبارزه با این رژیم رو نداره. تمام نیروها و سازمانهای سیاسی که مدعی خواستار به اصطلاح آزادی،
خواستار آزادی بیان، خواستار دموکراسی، خواستار زندگی بهتر برای ایرانی هستند، می بایستی، معذرت میخوام، باتری چیزم داره تموم میشه، بگذارید من اینو رست کنم یک لحظه. با پوزش بله، و این کارا رو میگیم آقا بیاید با هم یکی بشیم. خیر، هر کسی میخواد خودش بیاد و رهبر آینده ایران خودش بشه. یعنی شدیم به اصطلاح 100 تا رهبر و هیچ سربازی. پوزش میخوام، چیزی گفتید شما؟ نه من دارم گوش میدم و دو سه تا نکته جالبه. بله بفرمایید. می‌نویسم بعد میگم. خواهش می‌کنم. شدیم 100 تا رهبر و هیچ سربازی. البته سرباز مردم ایران هستند و مردم ایران هم جلو خواهد آمد. ولی اینها با گلالود کردن آب در حقیقت لطمه به ما میزنن و اینها بسیار از اینها رو من الان یک مثال برای شما بزنم. از ما دعوت کردن در یکی از همین به اصطلاح صفحه های واتساپ که آقا به عنوان رهبران آینده ایران، رهبران جنبش بیاید و اعلام نظر کنید. من که رهبر جنبش ایران نیستم، من یکی از کادرهای به اصطلاح جنبش ایران بانان هستم. رهبریت جنبش ایران رو خود مردم ایران تعیین خواهد کرد. ولی خب به اصطلاح نگاه کردم ببینم چه کار میشه کرد. به محض اینکه ما صحبتی کردیم که واقعا میگفت که آقا صرفا تحریم این مسئله کارساز نیست و به خودی خود ما رو به نتیجه نمیرسونه، سریع چسبیدن به اینکه آقا شما نمیدونید چی دارید میگید، اصلا مردم ایران آینده رو نمیتونن ببینن. همون بحثایی که سال 1350 میکردند، همون بحثایی رو که به اصطلاح پالانی ها توی زبان مردم مینداختن، همون بحثایی رو که اجنبی، که همون هایی که آوردن خمینی رو در ماه گنجاندن و میگفتن به مردم در حال حاضر بحثی راجع به آینده نکنید و صرفا به اتحاد، همون بحثا رو جلو کشیدن. یعنی هیچ صحبتی از اینی که مردم ایران در خور چه نوع حکومتی هستن نبایستی بکنید. بسیار خوب، ما هم گفتیم خیلی خوب، حداقل اینها در رابطه با مسئله تحریم انتخابات محکم ایستادن و میخوان مثل اسبی که به اصطلاح چشم بند بیزنن، میخوان این اسب اینور اونور نره. بسیار عالی. درست روز دوم شروع کردن، نمیدونم من عضو اینها میگفتم، عضو نمیدونم فلان سازمان بودم، عضو فلان سازمان بودم، تمام این سازمان ها بعدم تعریف و تمجید از ساواک زمانشان. اون وقت کنار این متاسفانه کسانی رو که عملا در مقابل این رژیم ایستادن، چه در خارج و چه در داخل، اونها رو به خود کشیدن و همونها اومدن به من درگیر شدن که آقا چرا به اینها توهین میکنی، اینها در حال حاضر مسئله فقط رفتن به سوی تحریم انتخابات هست. ولی فراموش میکنن که این عالی جنابان در زمانی که جلوی حرکت ما رو گرفتن، همزمان دارن تبلیغ به اصطلاح ساواک و نمیدونم ارتش رژیم شاهنشاهی میکنن. فراموش میکنن که ارتشداران و ارتش بودان و سرتیپان و سرلشکران همون ارتش بودن که ارتش رو درستی تحویل آقای خمینی و به دستور یک آمریکایی این کارو کردن. اینها مسائلی هست که مردم ما به همین سادگی فریب نمیخورن و علت اینم که به همین چه جلو نمیان علی رغم 42 سال همین دریوزگانی هستن که متاسفانه هنوز فکر میکنن که ما مردم خر و احمق هستیم و دنبال هر کس و ناکسی راه میفتیم. تفاوت ما های سربی با دیگران در همین هست. ما برای سربازی دیگران، برای خدمت به تمام نیروهایی که در مبارزه بر علیه این رژیم ایستادن آماده هستیم، در خدمت اونها هستیم، پشت سر اونها هستیم، در کنار اونها هستیم، اگر بخوان حاضریم جلو بریم، به شرطی که اونها بیان و در مبارزه عملی با این رژیم کنار به کنار ما بیستن یا یک حرکتی بکنن. تفاوت ما با دیگر سازمانها در همین هست. زنده و پیروز. اگر سوالی هست بفرمایید تا برسم به مسائل. ممنونم از شما. شما گفتید بعضی از اینا که سرهنگ و تیمسار و اینا بودن به شما آمدن میگن که شما نمیدونید. شما بهشون بگید که ممکنه من نمیدونم، ولی شماها که میدونستید امتحان دادید و مردود شدید.
نه یک بار، نه دو بار، سه بار. اگه به تاریخ مراجعه کنید، تاریخ ارتش ایران تاریخ به اصطلاح سیاهی داره. و اما شما گفتید 100 تا رهبر هیچ سرباز. شما یک کمی کم لطفی میکنید، 1000 تا رهبر هست و هیچ سربازی نیست. ضمناً شما در مورد تحریم انتخابات صحبت کردید. باور کنید امروز صبح بود یه نفر برای من یه فیلمی فرستاده بود از درست کردن شناسنامه های قلابی، بعدم نوشته بود حتما حتما این رو برای دیگران بفرستید. برایش نوشتم دوست عزیز برای دیگران بفرستیم که چی بشه؟ بعد باور میکنی جواب نوشته بود نمیدونم. بعد من نمیدونم آخوند اگه میخواد تقلب کنه باید خیلی احمق باشه که حالا بشینه پاسپورت شناسنامه قلابی درست کنه بعد بفرسته که چی؟ خب اون که صندوقا دست خودشه، هر کاری بخواد تو حالا انجام داده و میده، هر کسی رو بخواد از اون چیز میکشه بیرون از اون صندوقا. در اصل من ممنونم از شما. اگر دوستان بخوان با شما تماس بگیرن از طریق فیسبوک فکر کنم راحت ترین هست، و چون ما این سیستم جدید امروز گذاشتیم اینجا متاسفانه نمیتونم اونا رو نشون بدم، ولی فیسبوک شما خیلی ساده است، همون فرزاد نیساری. حالا تلاش میکنم که نشون بدم. بعد اگه صحبت دیگه ای دارید باز بفرمایید. بازم ممنونم که با ما بودید. بسیار سپاسگزارم از وقتی که دادید. یک نکته کوچک رو هم بگم. ببینید بعضی ها به همین سادگی از رو نمیرن، به همین سادگی از رو نمیرن. 42 سال هست که انگ این حکومت اسلامی و سایه شوم این حکومت اسلامی بستر مردم ما به اصطلاح سایه گسترده و سایه بسیار سیاهی گسترده. اکثر کسانی که سردمدار این رژیم هستند کسانی هستند که آیت الله های به اصطلاح مذهبی هستند که مدعی هستند تفسیرهای گوناگون، کتابهای گوناگون، چه از لحاظ فقهی چه خارج از فقهی و غیره رو در رابطه با یک کتاب بسیار عقب مانده‌ای به نام قرآن نوشتند و در این کتاب ظلمی که به زن در این کتاب شده اصلا انتها نداره. واقعا از هر جاشو من بگیرم سالها میشه در رابطه باهاش صحبت کرد. و این کسان کسانی هستند که مدعی هستند که قرآن درست هست و در حقیقت به نظرم اینها چهارپایگان اسلام هستند، مدعی هستند که قرآن درست هست و رژیم خمینی و رژیم خامنه‌ای بر علیه قرآن عمل کرده. پاسخ من به اینها این هست، درست مشابه همون کسانی که به خاطر ورشکستگی خودشون، مثال میزنم، کسانی بودن که عضو سازمان مجاهدین بودن، دیدن که سازمان مجاهدین چه سازمان بی آبروی هست. از سازمان مجاهدین منظورم کانون آوا نیست، منظورم کسان دیگری است که از سازمان مجاهدین اومدن بیرون، شناخته شده هم هستن و حالا اومدن در ادامه اون به اصطلاح حماقتی که قبلا به خرج دادن و گوش به حرف هیچ کس نمی دادن و انتقادها رو گذشته رو نمی پذیرفتن، وقتی براشون ثابت شد سالها بعد اومدن بیرون، حالا رفتن دنبال به اصطلاح پالانی ها و می خوان اونها رو بلند کنن و بزرگ کنن و از خدمات به اصطلاح حاج محمد رضا شاه تعریف و تمجید کنن. اینها چهار پایگان اسلام هستن که قرآن رو هنوز که هنوز هست مدرک به اصطلاح انسانیت می شمارن. یکی از اونها آقای بنی صدر هست. آقای بنی صدر اعلام می کنه که انقلاب اسلامی فلان هست و بلان هست و تمام دستورات زندگی درست در درون قرآن نوشته شده. این همون شخصی است که من در تلویزیون با چشم خودم دیدم می گفت از موی زن نوری بیرون میاد که مرد رو نمیدونم حشری میکنه و فلان میکنه و بلان میکنه. این همون جناب هست که بارها زده زیر این مسئله و یک روزی که اون همون برنامه تلویزیون رو بیارن نشون بدن دروغش مشخص میشه. هنوز که هنوز است انقلاب اسلامی صحبت میکنه، خودش رو ایرانی و طرفدار ایران به حساب میاره و با افتخار صحبت میکنه که وقتی پدر ایشون فوت کرده ایشون رو برده در نجف خاک کرده. ببینید ایشون پدرش رو برده در نجف خاک کرده، نه در درون ایران. خیلی ها و صحبت از ایرانی بودن میکنن، مسلم هست که اینها به اصطلاح وابستگیشون به چه چیزی هست. اینها چهارپایگان اسلام هستن و به اضافه اونهایی که خود فروخته به رژیم پالانی هستن و به اصطلاح شدن سایبری اونها. مسئله ما مردم ایران بسیار مشخص است. مادامی که یک همچین انگلهایی به دور و بر به اصطلاح ما میچرخند، ما به همین سادگی دنبال کسی نمیریم.
و علت هم در همین است. علت شکست ما در این هست که تا میان به خودمون بجنبیم و یکی بشیم، یک انگل دیگری میاد و یک بلوای دیگری رو به ترتیبی راه میندازه و این شعبده بازی متاسفانه هنوز ادامه داره. راه سختی است، صعب العبور هست. ما قشقایی ها از دیوار راست بالا میریم، مطمئن باشید که به نتیجه میرسیم و بز کوهی رو هم پایین خواهیم آورد. زنده و پیروز. ممنونم از شما. یکی از دوستان که احتمالاً همشهری اونم هست، آقای سلیمیان، میگه که یه سوال داره از شما. آیا شما تا حالا 10 نفر در شیراز دارید؟ ضمناً درباره آقای بنی صدر و اشعه موی خانم ها نمیدونم شما میدونید یا نه، من 1.5 ساعت 90 دقیقه با ایشون صحبت کردم در منزلشون در فرانسه، ولی اجازه فیلمبرداری ندادن و من همین سوال از ایشون پرسیدم. ایشون به من گفت آقای سوربی این دروغ محضه و اونایی هم که میگن با چشم خودمون دیدیم، با گوش خودمون دیدیم، به این دلیل هست که انقدر تکرار شده که واقعا فکر میکنن دیدن یا شنیدن. و من حالا یه چیزی خدمت شما میگم، اگر چنین چیزی باشه، شما میدونید دیگه از اول انقلاب هر جایی که یکی از اینا صحبت کرده فیلم برداری بود، نوار بود. اگر چنین چیزی باشه حتما دوستان میتونن پیدا کنن و پخش کنن، مخصوصا اگر سخنرانی در دانشگاه بوده، مخصوصا اگر سخنرانی از رادیو تلویزیون پخش شده. حالا اون یکی، ما از دوستان میخوام اگه کسی میدونه جایی رو که میشه این نواری چیزی پیدا کرد، چون مخصوصا ایشون به من گفت که نه همچین چیزی وجود نداشته و این رو مخالفین من درست کردن و اینها. البته از اینکه ایشون مسلمان هست و باورمنده هیچ حرفی نیست. در پاسخ به آقای سلیمیان، آقای محمد سلیمیان، شما حرفتون چیه یا صحبتتون چیه که ایشون میپرسه 10 نفر رو در شیراز دارید؟ بله، ما بیشتر از 10 نفر در شیراز داریم، ولی انقلاب در درون ایران با 10 نفر انجام نمیشه. انقلاب در درون ایران با 1.5 میلیون نفری هم انجام نمیشه. این انقلاب مستلزم شرکت تمام اقوام هست، یعنی لور باید بیاد، بختیاری باید بیاد، کرد باید بیاد و همه اینها نه بر اساس قومیت، نه بر این اساس که هر کدام سرزمین خودش رو برداره و بره، از این خبرها نیست. ما به هیچ وجه، حتی اگر تمام کردها رأی 100% بدن که سرزمین کردستانشون بایستی آزاد بشه، غیر ممکن هست ما به عنوان یک ایرانی همچین جدایی ها رو بپذیریم. بنابراین این یک انقلاب به اصطلاح همگانی هست، یک همایش ملی هست. وقتی ما صحبت از مسئله تهران میکنیم که شما هم ابراز کردید، سمبل تهران هست، در حقیقت یک مسئله ملی هست، سر تا سر ایران رو فرا میگیره. ولی برای نمونه به شما بگم، بحثی بود بر سر این که آقا مردم مسلمان هستند و این مردم مسلمان حاضر نیستن به همین سادگی دست از حماقت خودشون بردارن، و درست یک هفته بعد از این که همچین بحثی بود بین ما و دیگران، خواستیم از دوستان ما در استان فارس برن هر چی میتونن قرآن بریزن توی آب، و رفتم ریختن، ویدیوش هم من گذاشتم توی اینترنت و پخش کردم. بله داریم، ولی نمیتونی، کسی نمیتونه بیاد بگه آقا جون برادران کرد بیاد به تنهایی عمل کنید، نمیدونم مازی ها، خوزی ها، نمیدونم بلوچ ها، بیاد به تنهایی عمل بکنید. این کار به تنهایی قابل عمل نیست و بایستی شیوه مخصوص خودش رو داشته باشه و ما میتونیم با اون شیوه هم حرکت کنیم. در رابطه با اینکه نقش قشقایی ها چی بوده، شما کافی است برید بگردید به اون 2 سال اول به اصطلاح حرکت ها که این رژیم بر علیه قشقایی ها داشت و ببینید در همون مبارزه ها چقدر کشته دادن و ما چقدر کشته دادیم. یعنی ما ملت رزمی هستیم، ما مردم بسیار رزمی هستیم، قوم بسیار، نباید بگم ملت، ما قومی بسیار رزمی هستیم، میتونیم در حیطه خودمون کار کنیم. ما در کنار کریم خان زندلور بستر رو گرفتیم، نه به تنهایی. ما در کنار به اصطلاح نادرشاه رفتیم هندوستان رو فتح کردیم، نه به تنهایی. بنابراین بایستی با اقوام دیگر و با مردم دیگر یک همایش ملی انجام داد و این کار از دست 10 نفر و 20 نفر خارج است. ولی بعد ما داریم و به زمانی هم که لازم بشه جلو خواهند اومد. بسیار ممنونم آقای نیساری، لطف کردید که با ما بودید. امیدوارم دوستان، من تونستم صفحه شما رو نشون بدم، امیدوارم که اگر سوالی دارن یا
نظری دارن با خود شما مستقیما تماس بگیرن. خیلی صفحتون حتی اسم و فامیلتون هم یه جوریه که امکان نداره کسی اشتباه بنویسه. من دارم نشون میدم الان از طریق صفحه فیسبوک آقای نیساری، دوستان باهاشون تماس بگیرید. خیلی ممنون. با پوزش آیسوربی فقط یک چیز اینجا بگم، بفرمایید. یادم رفت و اون مسئله بسیار مهم است. ببینید، دروغ و نیرنگ کارساز نیست. اگر من بیام قلوب بکنم در برخورد من به اجتماع، خود من اولین کسی هستم که سرم به سنگ خواهد خورد. من بحث در این هست که کسانی که میان به دروغ، امروز نمیدونم خامنه‌ای مرده، خبرهای فوری 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 آقای فلانی سرش به سنگ خورده، نمیدونم هواپیمای اینها جمع شده و فرار کرده، اینها در حقیقت همون سایبری خود رژیم هستند. من این مسئله رو در رابطه با آقای جوانمردی پیش کشیدم و بسیاری به من تاختن که آقا جوانمردی انسان بسیار خیر. هر دروغگویی، هر کسی که قلوب کنه و اون دروغ و قلوبش به نفع رژیم تموم بشه، خواه نخواه دستش در دست این رژیم هست و آب به آسیاب این رژیم میریزه. من شکی در این مسئله و در این مورد ندارم. بنابراین هموطنان گرامی، از پخش خبرهای دروغ پرهیز کنید، بزنید دیده نشید و زندگی رو بر این رژیم تنگ کنید و راه‌های درآمدش رو هم تا میتونید پیدا کنید و ببندید. نه اینکه ضرر به مردم و مال مردم، بلکه ضرر به مالی که اینها میدوزن بایستی زد و اینها رو نگه داشت. فراموش نکنید درآمد سالانه این رژیم در حال حاضر 11 میلیارد دلار هست، درآمدی که نیاز داره برای نگهداری از سپاه، بسیج و کسان دیگری که سرکوب میکنن به نزدیک 10 میلیارد هست، درآمدی که نیاز داره که خوراک بدهن و مردم برسونه یا به اصطلاح کاروان تجارتی خودش رو بگردونه، نزدیک 40 خورده میلیارد دلار هست و توی اینها گیر کرده و هیچ کدوم اینها به همدیگه جمع نمیشه. بنابراین در این که میاد و سرزمین ما رو در جنوب به یکی میبخشه و در شمال به دیگری، مطمئن باشید تا آخرین ذره خاک ما رو برای وجود موجود بودن خودش خواهد بخشید و اگر ما نجنبیم هر روز دیرتر از روز دیگر است. زنده و پیروز. بسیار ممنونم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. به نظر میاد این آقای سلیمیان دوست داره با شما کل کل کنه. نوشتن که اون قرآن ها توی فیلم مال پاکستان بود. خیلی ممنونم. پس با شما در تماس هست که در عربستان هم ریختن، در پاکستان هم ریختن، هرچی بیشتر بریزن. مسئله این است که آقای سلیمی اگر در پاکستان هست، یک کشور مسلمان، در یک کشور مسلمان رفتن قرآن ها رو با آب ریختن. حساب کار خودتون رو بکنید. زنده و پیروز. ممنونم از شما. آخر هفته خوب براتون آرزو میکنم. مرسی که با ما بودید. خب دوستان عزیز، ضمن تشکر از آقای فرزاد نیساری همشهری عزیزمون، میریم تا برنامه ها رو پی بگیریم و همونجور که بهتون گفتم ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد برنامه شماره 366 را از ایران زحمت کشیدن، تهیه کردن، فرستادن و ما هم پخش میکنیم. و اما اون ماجرای آقای بنی صدر رو، بنی صدر هنوز داره روزنامه انقلاب اسلامی رو یعنی چاپ میکنه و اون یه آدم باورمنده و همجوری که آقای نیساری هم گفت میگه که اسلام خوبه و اسلامی که این آخوندا دارن عرضه میکنن به اصطلاح غلط هست و درست نیست. اگر برنامه کانون آوا رو ببینید امروز، من توی اون یادم رفت از دوستی که به نام علی از کانادا زنگ زده بود تشکر کنم. من دو بار باشون تماس گرفتم و همونجوری که گفتم کانون آوا میگه که فقط با اونایی که از طریق فیسبوک یا از طریق وبسایتمون به وسیله ایمیل نیست، به وسیله کانتکت صفحه اونه، که مقداری به نظر من مشکله اگه کسی بلد نباشه، مخصوصا اگه کسی مثل علی آقا که سالها تو مجاهدین بوده و به اینها دوستان خودشون میگن اصحاب کهف یا یاران غار، میگن 30 سال ما توی غار بودیم بلد نیستیم، یکم مشکله. به نظرم میاد که کانون آوا اگر یک ایمیل هم بذاره دوستان راحت تر میتونن باشون تماس بگیرن. بذارید ما این چیزا رو نشون بدیم که شما هم اگر دوست داشتید، این چیزیه که با کلیک کردن شما، درست میگم؟ اجازه بدید. عجب حال ما خرابه امروزا. بله، با کلیک کردن روی یوتیوب
یا اون چرا شد؟ چرا اونو نشون میدی عزیزم؟ بله خب اب نداره، قاطی کرده این حرف ما رو گوش نمیده. یه کمی باید یاد بگیرم این برنامه رو، چون جاهاش فرق میکنه با اون چیزی که من قبلا داشتم، یعنی ببخشید باکساش فرق میکنه، پلیرها رو گذاشته اون و افکتها رو گذاشته اینجا، من هی به رسم قدیم هی میرم با اون یکی کار میکنم و اینه که یه مقدار مشکل شده برای من. حتما توی ویکند باش کار میکنم تا راه و چار، راستی اینم چیز خوب بودم میگم، تا راه چارش پیدا کنم، یعنی بدونم کجا راهه کجا چاهه. متاسفانه بیشتر ما هی میفتیم تو چاه. بازم تکرار، یادم رفت راجع به خانم شیوا محبوبی از آقای نیساری سوال کنم نظر ایشون چیه راجع به توییت و ری توییت و اینکه ری توییت رو سر یه ساعت معین اینا میخوان انجام بدن. افکت 4 هم میتونم براتون روشن کنم، افکت 3 رو باید آره یه کمی همین بیحالی آدم نمیدونه. واقعا سعدی درست گفت که بنی آدم اعضای یک دیگرن، یا چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، همینه. خب دوستان اجازه بدید من یه 20 دقیقه مونده درم هم نمیاد از شما خداحافظی کنم و برم، ولی وقتی برنامه ردیف نیست یه کمی آدم ناراحت میشه. 2 3 4 رو خاموش کنم. بله اینه، درست شد الان. بله خب این سابسکرایب مال یوتیوب بهتون نشون میده که پایین ویدیوها به نظر من خودم هم باید یه ویدیو بگیرم اون پایین نشون بدم نشته سابسکرایب. ولی ما باورمون اینه که کسایی که از یوتیوب استفاده میکنن، از فیسبوک استفاده میکنن، دیگه شیر کردن و سابسکرایب کردن و فوروارد کردن و نمیدونم ریپورت کردن و لایک زدن و اینا رو بلدن. اگرم بلد نیستین این ماوستون رو بگیرید و یه دوری بزنید. حالا اگه ماوستون مثل این بی سیمه، ماوستون رو بگیرید روی صفحه دوری بزنید، طوری نمیشه، اتفاقی نمیفته. کلیک کنید چیزای جدیدتر یاد بگیرید. مثلا ما تو برنامه قبلی اگه نگاه کنی اسکایپ رو از فرانسه دادیم به این سیستم کار کرد، اون علامتاش و اینا رو نشون نداد، ولی تو برنامه که با آقای نیساری بودیم اسکایپ رو که گذاشتیم اشکال پیدا شد. در هر صورت مشکلی نیست، ما نشون دادیم توی 22 سال گذشته که با این مشکلات کوچیک از میدون بیرون نمیریم. البته میدانی هم نیست، نشستیم خیلی خودمونی با هم گپ میزنیم اگر آبریزش بینی اجازه بده. و اما یه خبری رو که اینجا براتون گذاشته بودم با هم بخونیم یا در موردش صحبت کنیم این هست. بله آقا پتیک، گاهی وقتا من دوست دارم که ای کاش این همسایه ما بود. تو خیابونش و اینا رو اگه نگاه کنید، بذار ببینم این اسکایپ میگه حالا صفحه چند. خیلی بدش کردنی اومدن تکست مسیج. آها این عکس رو نگاه کنید، خیابونش رو نشون میده، میبینید کجاست؟ اینجاست. بله عکس بعدی نشون میده که رفته یه جارو و یه خاکنداز و یه دونه سطلم آورده گذاشته و داره تمیز میکنه. و از خودمون واقعا سوال کنیم کدام یک از ما این کارا رو تو ایران انجام دادیم، کدام یک از ما اینو تو آمریکا الان انجام میدیم. باور کنید من اون روز اینجا باد و طوفان بود، هفته قبل گفتم تو برنامه، بعد این سطلای آشغال و اینا همه افتاده بود. سطلای آشغال هم اینجا مثل خود آمریکایی‌ها بزرگن. یه پیرمردی که خیلی سخت راه میره دیدم وایساد، منم وایسادم نگاه کنم ببینم این میخواد چیکار کنه. دیدم سطل آشغال ما رو برداشت، خیلی هم زور زد تا اینو صافش کنه. بعد میخواست چیزایی هم که تازه از توش ریخته بود بریزه، دید اونا دیگه سنگینه ول کردن، من رفتم اونا رو ریختم. فرداش که اومد رد شه ازش تشکر کردم، گفتم خیلی ممنون، من داشتم از پشت پنجره نگاه میکردم و شما همسایه خوبی هستی. حالا اینجا هم باید به پتیک بگیم که پتیک همسایه خوبیه. حتما شنیدید من سال 2005 آخرین باری که ایران بودم به یکی از فامیلامون گفتم که این سطل که افتاده خب وایسیم تمیزش کنیم، سطل آشغالی مال خونه شما خونه دیگران.
گفت نه آقا بیبریم گروه پدرشون، ما پول میدیم، شهرداری میاد تمیزش میکنه. اونجا بود که فهمیدم ایداد بیداد ایران درست بشو نیست، چون ما هنوز درست نشدیم. این از سطل آشغالی و خیابان زیبای پتیک. حالا بریم ببینیم بعدش چیه. نوشته که سیاست خارجی در دنیا در کنترل کیست. این دوباره اون صحبتیه که خامنه ای گفت که ظریف که از خودش اختیاری نداره، ظریف مجریه، و اینو درست میگه. من نمیدونم چرا وقتی هم یه چیزی درست میگن ما هی تو سر هم میزنیم. آقا درست میگه، وزرا که از خودشون اختیاری ندارن، وزرا مأمور اجرا هستن. حالا این چیزو به اصطلاح دولت بهشون داده، دولت هم تازه نوکر نماینده های مجلس باید باشه که متاسفانه بعض وقتا اصلا هیچ کدومش رعایت نمیشه تو کشورها، مخصوصا توی حوزه دیکتاتوری و اینها. و اما میگه که حمایت بایدن از لغو مالکیت معنوی واکسن کرونا استقبال اتحادیه اروپا و سازمان جهانی بهداشت. من این دیگه مالکیت معنوی رو نمیفهمم، چون تو این کارا بیزینس پول، الان هم خیلی پولدار شدن سر این واکسن، ساختن واکسن کرونا، بعد پولدارتر هم خواهند شد چون دیگه هر سال میارن به ما میگن باید بزنین. حالا چجوری مالکیت معنویش، یعنی میخوان فرمولش رو مثلا بدن به این و اون هر کی میخواد درست کنه، اینو من نمیدونم. چین در اقدامی تلافی جویانه تعامل تجاری با استرالیا را به حال تعلیق درآورد. چین واقعا قوی شده و دنیا نمیدونه باید باهاش چجوری به اصطلاح مقابله کنه یا باهاش را بیاد. و اما رئیس جمهور عراق گفته بیش از یک بار میزبان مذاکرات مستقیم ایران و عربستان بودیم. ببینید سیاست مدارا اینجوریه، خب بگو آقا 4 بار، بگو 3 بار، بگو 2 بار، چرا میگی بیش از 1 بار که ما بگیم 1000 بار؟ در صورت ایران و عربستان سعودی از طریق عراق و کشورهای دیگه دارن با هم صحبت میکنن. اینم برای اینی که ترامپ که رفت عربستان سعودی دید کلاه بزرگی سرش رفت، پولا رو داد به ترامپ و خانواده ترامپ و قراردادها رو بستن و بنزین ارزون داد و اینها. بعد همینی که الان شما میبینید بنزین گرونتر شد، بعد ریپابلیکن ها میگن دیدی بایدن اومد گرون شد. نه آقا، برای که قیمت بنزین از اینم باید بالاتر باشه. اون موقع عربستان سعودی نفت و مجانی داشت میداد به ترامپ برای یه مدتی به عنوان چیچی مالی، نمیدونم دستمال براق کردن. بله، 6 تا قانون ایلان ماسک برای کارمندانش. ایلان ماسک که میشناسید، اون پسری که اصلش به اصطلاح خانواده‌شون خارجی هست، مادرش گویا مدل بوده و تو کارهای خط تولیدات وسایل زیبایی اینا بوده، و خود اینم یه آدم نابغه‌ایه. این کسیه که مثلا پیپل رو درست کرد فروخ، کسیه که ماشین تسلا رو درست کرد، اصلا اسم تسلا رو که اون برق و اینا رو اون اختراع کرد، ولی ادیسون گول دنیا زد گفت من اختراع کردم. این اسم تسلا رو برید سرگذشت تسلا رو بخونید ببینید چند تا اختراع داشته و بیچاره هم با چه وضعی به اصطلاح زندگی میکرد و اینا. این حتی بیت کوین و اینا رو این یه کمی تقویت کرد، چون هر چی میره این میخره فوری ملت میرن دنبالش رو میخرن اینا. گویا همین کلاب هاوس و اینا رو هم این سرمایه گذاری کرد. ولی میگه 6 تا قانون ایلان ماسک برای کارمندان تسلا. این قوانینش خیلی جالبه. میگه جلسات بزرگ ممنوع. حتما شما هم دیدید به هر دوستی صحبت میکنی میگه تو میتینگ بودم، هر کی میخواد جواب تلفن نداره میگه بگوش تو میتینگه. میگه این میتینگ پیتینگ های بزرگ بندازی بیرون، اینا کارساز نیست. جلسات متعدد نباشند، هی پشت سر هم جلسه نذارید. جلسه گذاشتید باید یه هفته دیگه برید کار کنید، هفته بعد بیان جلسه بذارید. اگر نقشی در یک جلسه ندارید آن را ترک کنید. دیدی طرف با خودکارش بازی میکنه، با قهوهش بازی میکنه، خوابش میبره، چرت میزنه، میگه اون جلسه رو ترک کنید اگه میخواین به اصطلاح بازده داشته باشید. از واژه های بی‌معنا استفاده نکنید. ای کاش من میتونستم اینو یاد ایرانی ها بدم، استاد، سرور، کدبان، نمیدونم از این مزخرفات، اینا رو بریزید دور.
با همه مستقیما تماس بگیرید. این کسیه که میگه هنوز که هنوزه زنگ میزنه با تلفن با این اون صحبت میکنه، میگه این پیامایی که با ایمیل میفرستین و با توییتر میفرستین، نه اون میدونه تو براش پیام فرستادی، نه شما میدونی براش کجا فرستادی. طرفو میبینی میگه آقا پیام منو گرفتی؟ میگه نه. کجا فرستادی؟ میگه والله یادم هم نیست، نمیدونم با اسکایپ بود، با اینستاگرام بود، با واتساپ بود، با نمیدونم فیسبوک بود، با ایمیل بود، با توییتر بود. میگه اینا رو بریزید دور، پیام مستقیم با تلفن باید مستقیم، یا حتی برید رو در رو وایسین باهاش صحبت کنید. از منطق پیروی کنید نه مقررات. البته خب این یه مقداری مشکل ایجاد میکنه، چون بعضی وقتا اگر شما مقررات رو رعایت نکنید بخواید دنبال منطق باشی، تو اونجایی که کار میکنی برات مشکل ساز میشه. دوستان عزیز خیلی ممنون که با ما بودید. همونجوری که اینجا هم نوشتیم، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، لطف کنید تلویزیون مردم رو حمایت کنید. و این چیزایی هم که نشون دادم سعی میکنم یه عکس بگیرم همه رو نشون بدم، اگه یه کسی همه رو با هم بخره و حالا یا به عنوان کلکشن یا به عنوان حمایت از تلویزیون مردم ممنون میشیم. امروز هم که ما میخواستیم درباره سعید صحبت کنیم، مثل که یکی بهش خبر داد و اصلا نیامد، ولی براش میفرستم لینک ویدیو رو و میگم که امروز درباره شما صحبت کردیم و به شما هم نق زدیم. خب روز و روزگار بر شما خوش، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. چند دقیقه دیگه برنامه آقای حسن ارشاد از ایران برای شما پخش میشه. برنامه اینجاست ولی این برنامه رو در ایران ضبط کردن، هنوز هم که ایام ماه رمضان از اونجا. مرسی که با ما بودید و تلویزیون مردم رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید. مرسی.